بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه 29 ماه جولای سال 2016 برابر با 8 مرداد ماه 1395 با هم هستیم، اوقاتی بهتر داشته باشید. من امروز با شما 1 ساعت خواهم بود تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا، و پس از اون شما رو میبرم به واشنگتن اون طرفی سراغ آقای عباس سعیدی و برنامه‌ای که ایشون تصمیم گرفتن اسمش رو بذارن نگاهی دیگر با سعیدی یا سعیدیز ویو. در هر صورت شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. امروز به دلایل فنی، وقتی میگیم دلایل یعنی از یه دلیل بیشتر بوده، به دلایل فنی نمیتونیم دوربین رو به صورت ویدیو داشته باشیم و شما باید با همین عکس ها به اصطلاح بسوزید و بسازید، یا اینکه قشنگ عکس خانوادتون، عکس دوست دخترتون، عکس دوست پسرتون، عکس پسر بچه دختر نوه، عکسی منظره زیبا بذارید و به این وسیله روز جمعه خوبی رو شروع کنید. اجازه میخوام از شما دوستان که تشکر کنم، از هوشنگ عزیز، هوشنگ ترسو، همشهری خودم. اتفاقا وقتی این نامه و پولی که ایشون فرستاده بود به دستم رسید، گفتم خب امروز در برنامه نشون میدم. هوشنگ، انقدر تو ترسو هستی که این ویدیوی ما هم از ترس شما وا گرفت و امکان نشون دادنش نیست. هوشنگ ترسو برای من نوشته که لطفاً یک دستگاه بیو بیده برایم ارسال فرمایید. هوشنگ تنبل نادان ترسو، بعدم نوشته TNT. من هم فوری اجرای امر کردم و اولا ایشون $100 لطف کرده، ممنون و متشکرم. بهتون گفتم این دستگاه ها ممکنه شما $40، $50، $60 هم خودتون بتونید بخرید. این فقط به این وسیله توی آمریکا رسمه که تلویزیون ها یک کار اینجوری که انجام میدن، اون طرفدارانشون، هوادارانشون، تماشاچیانشون به این وسیله اونها هم از اون طرف مهر و محبت خودشون رو نشون میدن که این خیابون دو طرفه باشه. بیچاره سوسن میگفت آخه عشق یک سره باعث درد سره. نمیشه که ما فقط شما رو دوست داشته باشیم، اون وقت شما ما رو دوست نداشته باشین مجبور میشین بریم به پلیس شکایت کنید، بگید این سوربی مزاحم ما میشه و اونها هم بیان ما رو دستگیر کنن و چه شود. خب دوستان عزیزی که روی فیسبوک هستید، ضمن تشکر از شما خواهش میکنم این برنامه ها رو با دوستان دیگه شیر کنید. این کلمه شیر دیگه جا افتاده، احتیاج به ترجمه و تفسیر و اینها نداریم. آخه ما جامعه هستیم که برنامه‌ای داریم به نام تفسیر اخبار و والا من نمیدونم تفسیر اخبار چیه. مثلا یه نفر اونجا تیر زده، یه نفر کشته شده، شما این خبر رو میرسونی؟ شما کی هستی که تفسیر کنی؟ بله میتونی رئیس پلیس رو دعوت کنی، میتونی خانواده او رو دعوت کنی، درباره اون خبر جویا بشی، صحبت کنی. ولی ما ایرانی ها ماشاءالله هنر نزد ایرانیان است دو بس، یعنی شما باید دو بس تریاک کشیده باشی تا این هنر و اینها رو بفهمی، شعورشو داشته باشی، و الا در حالت عادی مثل آدمایی که رو زمین هستن شما امکان نداره این هنرهای بی نهایت ما رو به اصطلاح متوجه بشید. بذارید من صدا رو امتحان کنم. هنر نزد ایرانیان است. بله، این نشون میده برنامه داره کار میکنه و یه مقداری هم اگر تأخیر هست، این تأخیر درسته، از یه ثانیه بعض وقتا تا 10-20 ثانیه درسته. خب هوشنگ جان، من آمدم اون گفتمتون این دستگاه ها رو خیلی قشنگ ساختن، ولی مرتب گذاشتش توی باکس، از اون باکس هم گذاشتش توی باکس دیگه ای که توی حمل و نقل به اصطلاح اگر حتی ضربه ای دید، خطی افتاد روش، اون باکسش نو باشه. بالاخره نشون دادن که کارشون قشنگه. من وقتی داشتم روی این جعبه باکس آدرس می نوشتم، گفتم خب چه خوبه حالا که هوشنگ اسمشو گفته ولی فامیلشو برای من نمیگه به هر دلیلی که خودش میخواد،
من این کلمه ای رو که گفته هوشنگ تنبل نادان ترسو و از تنبل و نادان و ترسو تی ان تی ساخته، بنویسم هوشنگ تی ان تی. یه دفعه گفتم ای نه، اگه من رو این نوشتم تی ان تی، تی ان تی میدونید که اون موادی بوده که درست میکردن توی دینامیت و اینها، اصلا به عنوان حالا نمیدونم فرمولش چیه، شاید اون فرمول اون هست. خلاصه به خودم داد زدم این کار رو نکن. یادتون اون شعره به خودم داد زدم از اینجا برو اما موش خورده شناسنامه من. در هر صورت با آقای سعیدی هستیم ساعت 3 بعد از ظهر، نگاهی دیگر با آقای حسن ارشاد هستیم ساعت 4 بعد از ظهر، جلسه 90. ایشون در رابطه با تسلط اعضای بیت العدل بر متون امری صحبت کرده، من یه مقداری از ویدیوشون رو دیدم، جالب بود، سعی میکنم دنبالش رو پس از برنامه آقای سعیدی ببینم و با ایشون میتونید مستقیما تماس بگیرید، روی فیسبوک، روی تلگرام، همه جا هستن. ایشون تشکر کرده از خدا و حضرت عباس و امام زمان و اینها، ما ما این نشستیم گوش دادیم گفتیم حالا حتما میگه البته این ایستادگی سربی هم بود که باعث شد من 90 تا برنامه داشته باشم، ولی ما رو یادش رفت اون ماجرا. یادت دوستی نشسته بود گفت آقا چرا معتاد شدی، شما ورزشکار بودی اینا، گفت خدا ذلیل کنه این دوستان بد رو. طرف بهش گفت البته تریاک و زغال خوب هم کم اثر نبوده. حالا درسته آقای حسن ارشاد خدا و پیر و پیغمبر و حضرت دوازدهم که آقای امام زمان کمک کرده، ولی اگر ما هم به قول معروف واداده بودیم در مقابل این دوستان بهایی که یه دفعه همشون ما رو تحریم کردن، و چقدر قشنگ گفته حسن ارشاد دوستان برید اگه میخواین ببینید که بهاییت واقعا اون دین آزادی بخشی هست که میگه یا فرقه ای هست که آخوندا میگه، میگه که وبسایت یا سایت های مختلفی که آقای ارشاد توش صحبت میکنه اون یا بیت الامر یا بیت العدل یا شاید هم باید آدم بگه بیت الامر چون اونا هم امر میکنن، به بهایی ها میگه شما اینجا نرید. جالبه ها، یعنی ما این ور سازمان مجاهدین رو داریم که اعضایش از جمله آقای فیلاوی ماشاءالله با این هیکل با اون عظمت جرأت مصاحبه بدون اجازه ندارن، بعد از این ور بیت العدل بهایی ها رو داریم که به بهایی ها میگه که کجا برید کجا نرید. میخوام من زمان این آگهی ها که نه این عکس ها که عوض میشه از 10 ثانیه بکنم به 30 ثانیه که شما به قول شیرازی ها سرپرک نگیرید یا سرتون گیج نره. خب امروز موضوعات زیادی رو براتون گذاشتم، یکی درباره عرفان حلقه، ما امروز یک درگیری دوستانه داشتیم با خانم عادله رزماور و دوستان زیادی در این مورد تماس گرفتن و همه گفتن آقا ما همه بدبختی هایی که میکشیم از همین ماجرای عرفان و صوفی بودن و اینها هست. حالا نظر شما چی باشه من نمیدونم. بذارید اینجا من یک نامه ای رو از دوست خوبون آقای منتی فاطمی که گفته بود آقا به این و اون خیلی گیر نده و همه به اصطلاح آدم ها متفاوت هستن و اینها، ما هم گفتیم چشم، که بلا فاصله اون نامه خانم عادله آمد و ما از کوره در رفتیم دوباره. یا شاید هم این کلمه از کوره در رفتیم رو نباید استفاده کنیم، باید بگیم که نتونستیم تظاهر کنیم، نتونستیم دروغ بگیم و اصل ماجرا رو گفتیم. آقای منتی عزیز نشتی که سلام، امروز برنامه را دیدم، خیلی ممنون از مهر و محبت های شما، متاسفم که این خانم منظورشون عادله رزماور هست از جریان حلقه عرفان با آن نامه پرخاشگرانه و توهین آمیز سربی عزیز را ناراحت کرده. سربی جان 3 سال پیش که من ایران بودم درباره این گروه و دکتر محمد علی طاهری تحقیق کردم، ولی آنها را یک دکان کلاشی و شعبده بازی هیپنوتیزم و غیره یافتم، آن هم از طریق ویدیوهای مسخره خودشان. یک مشت افراد خرپول و دارای افسردگی و روانپریشی را در جلسات شخصشوی مغزی
میدادن، در جلسات شستشوی مغزی میدادن، حتی در دانشگاه و بحث های بی سر و ته. اینها مخصوصا بیشتر خانم ها که با وضع بدی که آخوندها براشون فراهم کرده بودند طعمه خوبی برای این حلقه شده بودند. بعدها هم گندش حسابی در آمد. ایشون لطف کردن، یکی از اونایی بودن که از آقای خدابندلو ایراد گرفتن. ولی ببینید آقای مونتی، شما ایراد رو میگیری؟ گفت چون عیب بگفتی همه می حسنش بگو، یه چیزی اینجوری خیلی قشنگه این شعره، ولی آدم منصفی هستی آقا، اگه میبینی برنامهاش الان پیشرفت کرده، داره بهتر تماس برقرار میکنه با بیننده ها، ایشون میاد آقای مونتی فاطمی میگه که برنامه های آقای خداوندلو بسیار جالب است و هر هفته بهتر و بهتر میشود. کتابی را که شما عکسش را نداشتید یا نگذاشتید، کتاب جالب دکتر پارواند ابراهیمیان فارغ التحصیل آکسفورد و دانشگاه کلمبیای شماست و من 3 سال پیش خواندم، حدود 709 صفحه و تا به حال 21 بار تجدید چاپ شده. ایشان زنده است و هنوز با عنوان پروفسور تاریخ در دانشگاه نیویورک تدریس می کند. پایدار و سلامت باشید. من هم امیدوارم که شما پایدار و سلامت باشید و ممنونم که مثل یک برادر بزرگ، مثل یک بیننده خوب، ما رو به اصطلاح راهنمایی میکنی. راهنمایی های شما هست که میتونه برنامه ها رو خوب کنه. من حتی انتقادی که از آقای خداوندلو شما کرده بودید و ایشون ناراحت شده بود، بهش گفتم که آقا شما باید ممنون باشید از ایشون که آمده وقت گذاشته، نامه نوشته، به شما گفته اشکالات چیه. در صورت ما باید یه مقداری تحملمون بیشتر باشه. و اما میدونید که بارها گفتیم و باز هم میگیم که یک عکس گویاتر از 1000 کلمه است، یا یک عکس گویاتر از 1000 صفحه نوشته است. ببینید اون بالا بزرگ بیچاره تابلو درست کرده، در این محل پارک مطلقاً ممنوع، حتی برای یک لحظه پارک مساویست با پنچر شدن، ولی دو تا ماشین جلوه همین در، در هم مثل که در ماشین روه پارک کرده، ناگفته نماند. ممکنه این ماشینای خودشون باشه، ممکنه ماشینای خودشون باشه، چون مال خودشونه میگن خب ایرادی نداره، پارک میکنن، هر وقت کاری داشتن بخوان وسیله دیلیوری کنن یا هر چی میان. و اون ورم باز یه پارکینگ دیگه زده، ببینید این ورم بیچاره چقدر خرج ساین کرده، تابلو اینجا هم نوشته پارکینگ ممنوع، پنچر و فلان اینها. البته میدونید که هنوز این رسم تهدید کردن، فوش دادن، ای بر پدر کسی که در اینجا نمیدونم ادرار کند، ای بر فلان، توی ایران هنوز گویا رسم بوده و هست. خب بریم ما امروز اگه بتونیم در فاصله کمی که داریم، در این وقت کمی، یه مقداری از این نوشته ها رو که اینجا گذاشتیم برای شما با هم بخونیم و ببینیم چه خواهد شد. و اما پلی مسیج، ببخشید صدای خودم رو کم کنم، ببینم این آقای فکر کنم آقای محسن نادری نژاد هستن. حالا ببینیم پیام برای همه گذاشتن یا فقط برای من تنها. جناب آقای سربی عزیز سلام، من نادین جادم، ببخشید من یک دو سه روزی خورده گرفتم. آها خب، پس پیامی در رابطه با برنامه نیست. من یکم نگران شده بودم چون شما دوستان هی تماس میگیرید که آقا ایشون کی میاد، تلویزیونش کی شروع میشه، چیکار میکنه اینها. گفتم والا من نمیدونم. این دوستان زنگ میزنن میگن میخوایم در این باره صحبت کنیم، میگم تشریف بیار. دیروزی که از دوستان خوبمون، واقعا یکی از کسایی که من میتونم بگم یه مقداری هم من داخل این تلویزیون آمدم، دلیلش ویدیویی بود، برنامه‌ای بود که از ایشون دیدم، آقای مهدی ذوالفقاری رو لطف کرده بود زنگ زده بود. همون موقع من یه جایی بودم، توی یک میتینگی بودم، نتونستم پاسخ بدم، لطف کرده ایشون پیغام گذاشته بود، منم براش تکست فرستادم که الان تو میتینگم، بعدم بهت زنگ میزنم. دوستان این پیام‌ها رو مفصل، قشنگ، کوتاه بذارید، بگید چیه. همین امروز باز آقای سعیدی نوشته آقای سوربی قبل از برنامه لطف کن من زنگ بزن. آقای سعیدی مهربان، عزیز دلم، به قول مارمولک عزیز برادر، چون مردم به این نتیجه رسیدن که هی تلفن میزنن اون خونه نیست
وقتی اون میاد خونه نمیفهمه کی بهش تلفن زد، بشر زحمت کشید انسرین ماشین یا دستگاه پیامگیر رو درست کرد، دستگاه نمیدونم وایس میل و اینها رو درست کرد. چرا؟ شما 3 ساعت از ما جوانتری، شما که زنگ میزنی 8 شب 11 شبه من اینجا نیستم. خب عزیز دلم قشنگ پیامت رو بذار، بگو چی کار میکنیم، منم اگه زنگ زدم شما نبودی برات پیام میذارم. من معمولا زنگ نمیزنم، من با ایمیل راحت ترم، هم قشنگ نوشته هست، مدرک آدم داره، هم اینکه حالا شما چطوری؟ خوبی؟ دوباره صحبت میکنیم، دوباره 2 دقیقه دیگه میگه حالا شما چطوری؟ خوبی؟ آقا خوبم، اگه مریض بودم که من با شما صحبت نمیکردم. در هر صورت حالا آقای سعیدی امروز بعد از ظهر میان با شما صحبت میکنن، منتظرم هنوز. باورتون میشه که آقای سعیدی به ما بگه هفته‌ای میخواد بیاد، 2 هفته یه بار میخواد بیاد، اینجا میگن every other week. ماهیانه مثل آقای شبستری میخوان بیان، ایشون میگه که من برام مشکله هر روز بیام، مشکله هر هفته بیام. آقا اونی که مشکله نگو، اونی که میتونی بگو. مثل که شما زنگ بزنی به مادره بگی مامان جون من شنبه نمیتونم بیام، یه شنبه نمیتونم بیام، 2 شنبه نمیتونم بیام، 3 شنبه نمیتونم بیام، 4 شنبه نمیتونم بیام، 5 شنبه نمیتونم بیام. بنده خدا مادرت سکته میکنه، میگی یه پسر داریم اینم نمیاد. قشنگ زنگ بزن مادر جون حالت چطوره اینها، من جمعه میام. ببین چقدر شورت، یعنی کوتاه، مفید، مختصر. استفاده کنیم از این دستگاهایی که داریم به نحو احسن. مرسی، ممنونم. خب خیلی هم خوب، ما امروز یک ویدیویی رو، چند تا ویدیو رو دوستان از کانون آوا نشون دادن. گویا الان ایام تابستون که میشه، اون موقعی میشه که کشتارهای واقعا بی انصاف و ناعادلانه، همین کشتار که میگیم درسته، چون کشتار که نمیشه عادلانه باشه، کشتاری که جمهوری اسلامی به دستور خمینی انجام داد و یه عده زیادی که بیشتر میشه بگیم همه مجاهد در زندان بودن اینا رو کشت. به همون خاطر آقای منتظری هم از خمینی برید و رفت. دوستان منتظری ولی فقیه بعدی بود، یعنی نایب ولی فقیه بود، ولی آفرین به شرفش، گفت اگه این ولی فقیه من نمیخوام ولی فقیه بشم. و دوستان مجاهد از یه طرف تبلیغ میکنن، دوستانی که از مجاهدین جدا شدن از یه طرف دیگه تبلیغ میکنن، میگن ما حالا فهمیدیم که چه به اصطلاح دروغی سازمان مجاهدین به اسم اون فروغ جاویدان گفت، که الان اینا به اسم دروغ جاویدان میشناسنش. و بذارید من این رو یکم بالا و پایینش کنم، ببینم این رو بیارم بالا که هر کدومتون میان تو صفحه مردم تیوی اول این رو ببینید. بله، چون قبلش برنامه ویدیوی کانون آوا رو داشتیم نشون میدادیم، نمیدونم به چه دلیلی اون بالا وایساده بود. در صورت توی فیسبوک یه آپشن داره، یا حق انتخاب یا گزینه، که شما میتونی بگی کدوم مطلب، کدوم پست بالا باشه. اون سمت راست میزنید نوشته پین، پین تو تاپ، این همون پین مثل میخ کردن و نصب کردن. خب ببینم دیگه براتون چی دارم. دوستان نظر شما درباره عرفان حلقه و دیگر سازمان ها، دیگر ارگانیزیشن ها چیست؟ افرادی مثل دکتر محمد علی طاهری رو یک آدم وارسته و بخشنده و باسواد و مهربان میدونید که عمرش رو در راه بشریت و انسانیت داره به اصطلاح به خطر انداخته و یا حتی میگن کشته شده، یا اینکه اینها افرادی کلاش شیاد هستند که از احساسات پاک مردم سوء استفاده میکنن تا برای خودشون بتونن به اصطلاح پولی دست و پا کنن. اجازه بدین من اینجا این برنامه سربی با مردم را هم برای دوستان بنویسم که بعداً بفهمن این سربی با مردم لایو، لایو یعنی زنده. اون وقتا تو ایران ما به برنامه زنده میگفتیم برنامه مستقیم، کدومش درسته حقیقتا
من نمیدونم آیا اون که میگفتیم برنامه زنده درسته یا اینی که میگیم مستقیم. از یکایک دوستان ممنونم. این آیین آیینی، آقای آیین آیینی، من اینایی که مثلا اسمشون هست امید امیدوار، اسمشون هست آقای، چند روز پیش هم یه نفر بود مثلا شاهین شاهینی، میگم چیه این بابا و مامانش اسم و فامیل دیگه ای بلد نبودن؟ گفتن خب حالا که اسم ما مثلا سربی هست اسم بچه همونو میذاریم سربی. در صورت جالبه دیگه، شاید هم میخواستن راحت باشه. آیین آیینی، خیلی خوشحالم، من ندیده بودم اسم شما رو تا کنون. اگر تازه به جمع ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم، اگرم جز به همون دیوانای هستید که دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، خب هم منو میشناسی هم اخلاق منو آشنا هستی، خوشحال میشم که با ما بیشتر در به اصطلاح برنامه ها شرکت کنید. و دوستان دیدم خیلی تنبل شدن در نظر دادن، من حتی گفتم یه دوستی زنگ زد آقا من پول برنامه ها رو میدم شما تلفن رو باز بذار، گفتیم چشم، از شما دادن و از ما هم گرفتن و رفت و پیداش نشد. اینم مثل اون دوستمون آقا جمشید. جمشید برای 50 دلار اگه میدونستم آبرو شیرازی ها رو اینجوری میبری خودم برات 50 دلار میفرستادم به یه اسم غریبه، میگفتم اینو بفرست بره برای تلویزیون مردم، ولی بعد گفتم بابا این که اینجوری اون 50 دلار هم میگیره میذاره تو جیب خودش. کارمون خیلی خرابه دوستان، از این حد و اندازه‌ای که من میگم واقعا گذشته. خب بیشتر از این، 2:22 ساعت 2:22 است، بریم سراغ یه چند تا نوشته و اینها که بعدش هم در خدمت آقای عباس سعیدی باشیم. خب میدونید که یک مجسمه هست در ایتالیا به نام دیوید که اگه اشتباه نکنم مایکلانجلو اونو ساخته و تراشیده، این از سنگ مرمر هست و میشه بگی یکی از به اصطلاح زیباترین مجسمه ها هست و هر کی هم میره ایتالیا حتما سعی میکنه بره و این آقا دیوید لخت و پتی رو ببینه. میدونید که موزه ها این چیزها رو به هم قرض میدن، حتی مثلا انگلستان اون استوانه کوروش رو به ایران قرض داده بود که بعد میگفتن دروغ گفتن یه چیز گلی علکی ساختن فرستادن اینها. خلاصه گویا این آقای دیوید با این دودولش آمده به موزه های آمریکا و حالا بعد از 2 سال که توی آمریکا مونده به این ریخت و قیافه در اومده. بعد زیرش هم دلیلش رو نوشته که دلیلش مکدونالد، برگر کینگ و استارباک کافی و اینها هست. اینجا کلمه اسپانسری که نوشته هیز پراود اسپانسرز، یعنی اونایی که حمایت کردن، اونایی که کمک کردن که این برنامه، این مجسمه بیاد به آمریکا، این شرکت ها بودن. و اینجا رسمه، اونا مثل ایرانیان نیستن که اگه بهش گفتی آقا شما که یه شرکتی به این خوبی داری پول میسازی خب به تلویزیون ما هم چیز کن، میگه نه آقا من که احتیاج به تبلیغ ندارم. میگم آقا من کجا گفتم تبلیغ؟ گفتم حمایت کن. اونی هم که چیزی نداره بهش میگم آقا خب بیا تو تلویزیون مردم بگو شاید 2 نفر آمدن هتلت، شاید 2 نفر آمدن رستورانت. میگه آقا من پول ندارم. یعنی این وسط ما موندیم که خدایا ما با این ایرانی ها چگونه صحبت کنیم؟ اونی که پول داره میگه احتیاج ندارم، اونی که پول نداره میگه پول ندارم، ما موندیم نمیدونم. و اما یه خبری رو این دوستمون آقای علی شیرازی عزیز برای من فرستاده، با کمال تأسف براتون میخونم. و اگر کسی هست، باید فان یه دکتری هست خانم مینو یا مینا زندی، سالها پیش ایشون اینجا بودن توی چند تا برنامه من از وجودشون استفاده کردم، روانشناسی اجتماعی اینها رو صحبت کردم. باز اینجا جا داره از خانم دکتر بهیه جیلانی ما بخوایم که خانم جیلانی تو رو خدا تا وقتی که وقت هست اگر وقتی دارید کمکی میتونید بکنید، بیاین به این جوانهایی که بیچاره ها به هر دلیلی خودکشی میکنن. 8 مرداد 1395 این خبر رو،
این دوستمون فرستاده و از رادیو زمانه است. گفتم این روزا رادیو روزنامه است، روزنامه رادیوه، رادیو تلویزیونه، روزنامه هم رادیوه هم تلویزیونه. یعنی دیگه این کلمه روزنامه، نشریه، رادیو، تلویزیون رو فکر کنم باید عوض کنیم با همون کلمه مدیا در انگلیسی یا رسانه در فارسی. ابراهیم عالی‌پور شاعر نوپرداز خودکشی کرد. حالا ببینید چرا هی سوربی میگه ای کاش اینا 6 ماه 1 سال شعر نگن، شعر افسردگی میاره. بابا از اون مولوی که گفت دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، یعنی چی؟ افسرده بوده تنها، نه من تنهایی ها، ببخشید، دلا خو کن به تنهایی یعنی تنها باش، که از تنها یعنی که از آدمها، تن موجود وجودشون بلا خیزد، سعادت آن کسی دارد که از این تنها بپرهیزد. خب افسرده بوده اون موقع که اینو گفته. حالا این بنده خدا، این جوان به این شکل، به این قیافه، این واقعه چهارشنبه 6 مرداد اتفاق افتاد، اما خبر آن بازتاب چندانی پیدا نکرد. رضا رفیعی مدیر روابط عمومی اورژانس اهواز به برخی خبرگزاری‌های داخلی گفته است عالی‌پور در اتومبیلش مقابل بیمارستان دانشگاه پزشکی اهواز با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. اولین سال ایشون چرا اسلحه داشته تو ایرانی که انقدر مشکل اسلحه پیدا کردن؟ البته بعد از انقلاب من یادمه میرفتیم به طرف کازرون، دوراه چنار شایجان وای میسادیم چایی بخریم، شلوار لی بخریم، پیرن بخریم. طرف میگه آقا کلت هم خواستی یا جسه هم خواستی داریم. شاید بعد از انقلاب اینها هم شده یکی از اجناس رایج. این صدای صندلی ما هم اینجا، صندلی والا نو، این آقای اجلالی لطف کرد به ما صندلی داد، حتما صدا میداده که دادتش به ما. حالا اینم هی اینجا قیچ قیچ میکنه. حالا شاید این 100 دلار هوشنگ رو ببرم بدم یه صندلی خوب بخرم. به خانمم که میگم این صندلی صدا میده، میگه از بس سنگین شدی صندلی. میگم بابا اینا نوشته برای تا 400 پوند، ما که هنوز نصفه راه هم نرسیدیم. کسانی که شاهد این واقعه بودند گفتند این شاعر اهوازی اتومبیلش را مقابل بیمارستان پارک کرد، شیشه ها را بالا کشید و سپس خودش را کشت. ابراهیم عالی‌پور متولد 1368 بود. پس از خودکشی این شاعر ایرانی در صفحه اینستاگرامش متنی نوشته بود با عنوان تعطیل شد. پس از خودکشی چجوری میتونه؟ البته ناگفته نماند. این پروگراما شما میتونید یه چیزی رو بنویسید یا بذارید. مثلا من میتونم این رو ساعت 12 بذارم، بگم ساعت 4 بعد از ظهر پست بشه، ولی من 12 تا 4 نمیرم خودمو بکشم، 12 تا 4 میرم چلو کباب میخوام. در صورت شاید اینجوری بوده که بعدش، بعد از خودکشی این اینستاگرام آمده که تعطیل شد. مت با این جمله آغاز می شود، شاید آخر بازی است، باید نقش بهتری دست و پا می کردم. این سطرها از آخرین شعرهای او پیش از اقدام به خودکشی است. در شلاقهایی که فرود می آید، در یأس و ترسهایم بتادین بریزی، نمی دونم، لابد اسم یه دارویه، که در هر زخم باز از من یک جفت چشم لو می رود. لطفاً کسی دست به تقصیرهایم نبرد، مطلب را به بالاترین بفرستید. چشم، اینجوری ما یک کلیک کردیم احتمالاً میره بالاترین. خب دوستانی که وارد هستن، چه چیزی باعث میشه که یه شخص خودکشی کنه؟ اگر کسی میدونه، کسی روشای پیشگیریشو میدونه، اینها بگه. و چقدر ممنونم باز. ببینید این علی شیرازی اینو میفرسه، بعد آقای آریان‌پور میاد یک مقاله با عکس و اینها میفرسه که خیلی جالبه و من امیدوارم اینو گذاشته باشم، مخصوصاً امروز که این به اصطلاح مقاله خودکشی این جوان رو خوندیم، لازمه که اون رو هم بخونیم و به این صورت اصلا عکس و ایناش هم اگه بتونم به شما نشون بدم، خیلی جالبه. بله که میتونم نشون بدم، احیانا زیرنویسشم میتونم براتون اینجا بیارم و با هم ببینیم. بله از اینجا شروع شده تا
اینجا. خب میبینید همتون اینجا یک خانم سیاه پوستی رو نشون میده و با یک جوان نوشته که یک معلم در نیویورک تصمیم میگیره که به عنوان احترام، به عنوان جایزه برای بچه های کلاسش، بچه هایی که دیپلم دارن میگیرن، سینیورز یعنی اون سال آخر، سال آخری ها، اتفاق من تو ایرانم سال آخری ها رو درس میدادم توی هنرستان High School by telling them the difference each of them. میگه که به این وسیله ازشون قدردانی کنه که بهشون بگه هر کدومشون به اصطلاح چه کار کردن و چه تأثیری گذاشتن. من نمیدونم اینو چجوری من بله اینجا بود بفرم. بله داره نشون میده که میگه she called each student to the front of میگه هر ببخشید من مثل که به جای این اونو زدم و دیوانه شده هر دو ثانیه‌ای به شما نشون میده. عذر میخوام ازتون. اینم از دست تنها بودن است. دست تنها بودنم ای داد بیداد، بودنم ای داد، رفتنم ای داد و بیداد. منم میخوام کمتر کم کم شاعر بگم بشم. اگه یه روز دیدید نیومدم خیلی نگران نشید، ما حتی جرأت خودکشی هم نداریم. خب then she presented each of them with a blue ribbon imprinted with gold letters which read who I am makes a difference. بله میگه که به هر کدومشون یک روبان، تو ایران هم روبان میگفتیم، یه نوار آبی میده که روش نوشته بوده که من به اصطلاح چه تغییراتی به وجود آوردم یا زندگی چه کسایی را عوض کردم. البته حالا این خانم عکسی که زده رو پیرنش، منظور فقط این روبان هست، اون چیزایی که زیرش نوشته کاری نداشته باشیم. آها زیری هم چیزی نیست. خب میام اینجا نوشته که بالاخره معلمه تصمیم گرفت که یه پروژه، همون کلمه‌ای که ما تو ایران میگیم پروژه، این هم کلمه پروژکت اومده اونجا، یه سری فرانسوی شده، یه مثل انگلیسی چیز شده، تش رفته و اینا شده پروژه. مثلا میگه این پروژه ساختمان فلان درست شد، این همون پروژکت. To see what kind of impact recognition would have، میگه که ببینه این چه تأثیری میذاره با این نوار روبان رو به این شاگردا دادن. بعد میگه که به هر کدوم از این شاگرداش 3 روبان داد و گفت که خب یکیش برای خودتون، اون دوتای دیگر رو ببرید شما هم به کسایی که تو زندگیتون بودن، به کسایی که میشناسین اینها بدید و بعد از یه هفته بیاین و با هم صحبت کنید. یکی از شاگردا میره یکی از اونها رو میده به in the class junior went to junior executive in nearby company. بله میره به یکی از این به اصطلاح مسئولین یه شرکتی میده و یکی هم بهش میده، میگه که این شاگرد تنبل بوده، فوری میخواسته خودش رو چیز کنه. وقتی اینو بهش میده و اونم با ذوق و شوق همینجور که اینجا میبینیم میچسبونه این رو رو سینه‌اش، این دوتای دیگه یا یکی دیگه داشته بهش میده و میگه then he gave him 2 extra ribbons and said we are doing a class project on recognition and we would like for you to go out find someone to honor. میگه که ما این کار رو داریم انجام میدیم، اینا رو هم به شما میدیم، شما هم برو و یک کسی دیگه ای رو ازش قدردانی کن، احترام بذار. honor و honorable یعنی احترام گذاشتن و اینها. مثلا تو دادگاه هم میگن به قاضی میگن your honor و اینجوریه، ولی این به نظر من بیشتر میاد از کلمه appreciate، از کلمه قدردانی کردن و اینها. در صورت میگه اون آقا هم که تو کارخونه یا کار جایی کار میکرده تو شرکتی، later that day اون عصر اون روز دیتر رفت به executive went in the to see his boss، رفته رئیسش که یه reputation یعنی این رئیس سابقه بدی داشته که همیشه نق میزده، گراوچی بوده مثل سوربی نق میزده و اینها. He told him that he deeply admired him for being a creative genius. میگه که بهش گفته که من واقعا admire کردن یعنی یک کسی رو به اصطلاح رول مدل خودتون قرار دادن
این سرمشق زندگیتون باشه و اینها، بهش میگه که من اون کارهای خوبی که شما کردی دیگه روش نیومده، بهش بگه این نق زدن تو، گراوچی بودن تو اینها. خلاصه داده بهش اونو و میگه که باس، اون رئیس خیلی سورپرایز بود. این کلمه سورپرایز رو ما به ایرانی گفتیم چی میشه بگیم؟ میگن بگید مژده، ولی نمیشه، حالا هیجان زده هم نمیشه، نمیدونم. در صورت هر کلمه رو یاد بگیریم بعدا دیگه تو ایرانی اینجا میفته، شما دیگه لازم نیست یه جایی سورپرایز که میگید دو ساعت دنبال ترجمهش بگردید. در صورت میگه که این رئیس ضمن این که سورپرایز شده بود ازش سوال کرد که گیفت، بله، میگه بهش گفت که اینو میخوای اینها، اونم گفت بله، گفت میتونی نصبش، یعنی بچسبونیش روی لباس خودت، اونم قبول کرد و این هم چسبوندش روی لباسش، روی کوچلوارش، و معمولا سمت چپ که میذارن یعنی روی قلبش. میگه که and then he asked offering him the last ribbon, would you take this extra ribbon. آها، میگه که بهش گفت که من یه دونه دیگه هم اضافی دارم، میخوای اینو بهت بدم که شما هم اونو به یه کسی بدی که توی زندگی admire، یعنی چی بگم، باز این کلمه admire، همه admire یاد بگیرید دیگه. اونم میگه باشه. میگه که بدرشم تعریف میکنه، میگه اون جوونی که آمد اینو داد به من گفته که این اسکول پراجکت هست و شما بعد از یه هفته به اصطلاح میان ببینیم که چه اتفاقی افتاده با این. ببینید دوستان، یه کار کوچیک، یه کار کوچیک، یه معلمی با پول خودش رفته مثلا 30 تا شاگرد داشته، 30 تا، 3 تا، 90 تا، حالا بگو 100 تا روبان چاپ کرده، خیلی هم ارزون میشه اینجا، آورده داده به اینا. ولی ببینید این کار کوچک به کجا انجام میده و ماها چرا انقدر ضربه میخوریم از اینکه همش دنبال کار بزرگ هستیم ولی کارهای کوچیک هم نمیتونیم انجام بدیم. اونم قبول کرد و آقا گرفت و رفت منزل. That night، اون شب وقتی که این آقای رئیس رسید به خونش و نشست با پسر 14 سالش، گفت که امروز یه اتفاق خیلی جالبی برای من افتاد و برای پسرش تعریف کرد که من توی آفیس بودم، توی دفتر کارم بودم و یکی از کارمندای من اومد اونجا و به من گفت که تو چه کسی رو، به من گفت که من از شما خیلی خوشم میاد، تو زندگی من تأثیر گذاشتی اینها، و به منم یک روبانی داد که من این روبان رو بدم به کسی که اون هم توی زندگی من تأثیر گذاشته. Imagine he thinks I'm creative. میگه اون فکر میکرد که من یک آدم به اصطلاح سازنده یه جینیس، یعنی نابغه هستم و اینها. Then he put a blue ribbon on me و فلان اینها، و جملم اینه، روی کلمه ریبون نوشته Who I am makes a difference. خلاصه اون اضافی رو، یکی که اضافی داشت، میگه که من یه دونه، he gave me an extra، به من یه اضافه داد و من اینو به هم گفته که هر کسی رو دوست داری، هر کسی رو ادمایر میکنی، هر کسی رو میخوای از قدردانی کنی، اینو به اون بده. وقتی که من داشتم رانندگی میکردم امروز بیام خونه، دیدم که چه کسی، و دیدم من بعد از همسرم به اصطلاح شما کسی بودی که تو زندگی من اثر گذاشتی، I admire you. من شما رو قدردانی میکنم و اینها. بعد میگه که میدونم که روزهای من چون توی اداره هکتیکه، هکتیک یعنی سختی و ناراحتی و سردرد و این چیزا، وقتی که میام خونه I don't pay a lot of attention to you، من خیلی به تو توجه ندارم، I yell at you for not getting good enough grade، سر داد میزنم که نمره های خوبی نمیگیری و اینها، و به قور میزنم که چرا اتاقت به اصطلاح مسیه، یعنی ریخت و پاشه. Somehow tonight، میگه امشب به هر دلیلی خواستم که بشینم اینجا و بهت بگم که تو زندگی من you do make a difference to me، که تو بدونی چه تأثیری، چه تغییری گذاشتی توی زندگی من، و beside your mother you are the most important person in my life. بگه به اضافه مادرت، بعضی ها این کلمه به اضافه، بعضی ها میگن منهای مادره، در هر صورت دیگه میفهمیم. You are a great kid، تو پسر خوبی هستی، بچه خوبی هستی، and I love you، و من دوستت دارم. حالا از اینجا جالبتر میشه.
the stall boy started to sob, and he couldn't stop crying. His whole body shook. میگه که پسر شروع کرد به لرزیدن و هق هق کردن و تمام بدنش شروع کرد به لرزیدن و نگاه کرد به باباش و گفت که من الان دارم میخونم خودم واقعا یه احساس عجیبی بهم دست داد. میگه که وقتی که چشماشم عشق آمد اونها به پدرش گفت که پدر من امشب سر شب تنها نشسته بودم در اتاق خودم و یک نامه‌ای نوشتم به شما و به مادرم و توضیح دادم که چرا من زندگی خودم رو به سبب چرا خودکشی کردم و چرا زندگی خودم رو گرفتم و از شماها هم خواستم که منو ببخشید. چی بگم؟ I was going to commit suicide tonight after you were asleep. میگه که من میخواستم بعد از اینکه شماها خوابیدید خودکشی کنم. I just didn't think that you cared about me. میگه که من فکر نمی کردم که شما من براتون مهمم و منو دوست داری و اینها. بعد میگه که the letter is upstairs. I don't think I will need it after all. میگه نامه تو اتاقم هست بالا ولی من الان فکر میکنم که دیگه اون نامه رو احتیاج ندارم. میگه که his father walked upstairs and found a heartfelt letter full of anguish and pain. میگه پدرش رفت بالا و اون نامه رو دید. میبینید نامه هم با قرمز اینجا نوشته مام اند داد، بابا مامان و بابا، و میگه که دید این سرشار از عصبانیت و درد بوده و اینها و این جوون از بی‌توجهی پدرش، از عصبانیت پدرش تصمیم به خودکشی گرفته بوده. میگه که اون شب گذشت و خب به سلامتی و به خیر گذشت. ای کاش یه نامه اینجوری هم یا یه روبان اینجوری هم توی دست ایرانی ها میچرخید که اون شاعر جوان خودکشی نکنه. The boss went back to work. A changed man. میگه وقتی فردا رفت اونجا دیگه این رئیس قبلی بد اخلاق قرقرون نبود. He was no longer a grouch. میگه که خندان شادان بود. But made sure to let all of his employees know that they made a difference. و گفت که به همه کارمنداش گفت یعنی به اونا گفت که اونا همشون مهمن تو زندگی این، تو کار این. خلاصه میگه the junior executive helped many other young people with career planning, one being the boss son. And در صورت داره توضیح میده که این چجوری تو جامعه اثر گذاشت. بعد میگه که این addition و به اضافه اون the young man and his classmate learned a valuable lesson. میگه از این داستان اینها یک به اصطلاح درس خوب گرفتن که این درس رو ما در هیچ دانشگاهی در هیچ مدرسه‌ای نمیگیریم. امیدوارم دوستان من و شما هم از این کارهای کوچک در نگاه اول کوچک ولی بزرگ انجام بدیم. ممنون و متشکرم از آقای آریانپور که این رو درست همین امروز برای من فرستادن. اینو 10:10 صبح فرستادن، همون روزی که آقای علی شیرازی هم برای من اون خبر خودکشی اون دوست جوان رو فرستاده بود. در هر صورت متاسفم از اون بابت و امیدوارم که از این اتفاقا برای دیگران نیفته. روز جمعه است، یک کمی هم شوخی کنیم و بخندیم و اینها و بیایم سراغ این وبسایت. کیه این عمه شهین؟ گویا عمه شهین، ما اون وقتا یه شهین خانمی داشتیم در FBA کار میکرد، واقعا زن مهربانی بود، مثل خواهر همه ماها بود. بعضی وقتا با وجودی که وظیفش نبود چای درست میکرد، چای میداد به این و اون. یعنی شما این شخص رو که میدیدی، اتفاقا شیرازی هم بود، این شخص رو که میدیدی خود به خود خستگیت از بین میرفت. و اینجا میگه که محبت کردن به بعضی ها مثل آب دادن به گل مصنوعیه. حالا من یه چیزی به شما بگم، باور کنید به همون گل مصنوعی اگر شما یک کم آب بپاشی، همون گل مصنوعی هم شکلش عوض میشه و خودتون رو یا من و دیگران رو تشویق نکنید که بله چون اونها بی محبتن، کم محبتن، بیاین ما هم مثل اونها باشیم. سعی کنید اونها رو عوض کنید
مثل خودتون با محبت کنید. در صورت ممنون و متشکرم از دوستی که اینو فرستاده. خب دوست گرامی، من اطمینان دارم که در اکثر وقایعی که در جهان رخ می‌دهد به طریقی سیاست آمریکا در آن دخالت داشته. پس از جنگ جهانی دوم چنین دخالتی در امور سایر کشورها برقرار بوده است. کافی است به سوابق تاریخی مراجعه کنید. این رو گویا آقای زیبا کلام در ایران نوشته و من ممنونم که آقای آریانپور وقتی اینها رو میفرسن لطف میکنن نظر خودشون رو هم میفرسن که ما هم یاد بگیریم هم بتونیم بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. و اما چون اسم آمریکاست و ما هم در آمریکا هستیم، بذارید بگیم بعدم نظر خودمون رو بگیم. میگه هیچ کشوری در دنیا نیست که مردمان کشورهای دیگر برای رسیدن به آنجا به اندازه رسیدن به آمریکا و زندگی در آن سر و دست بشکنند. روزنامه جوان، زیبا کلام. ممکن است ناهنجاری های زیادی در آمریکا وجود داشته باشد، اما اگر آمارها را نگاه کنید میبینید هیچ کشوری در دنیا نیست که مردمان کشورهای دیگر برای رسیدن به آنجا به اندازه رسیدن به آمریکا و زندگی در آن سر و دست بشکنند. از ایران و عربستان و مصر بگیرید تا افغانستان و کشورهای دیگر، من هیچ کشور اسلامی را سراغ ندارم که مردمان آنجا حسرت و آرزوی آمریکا را نداشته باشند. فقط کشورهای اسلامی نیست آقای زیبا کلام، دیگر کشورها هم هست. حالا دلیلش هم من به شما میگم. اجازه بدهید کشورهای آفریقایی را هم به این فهرست اضافه کنم. کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن و سایر جاها هم همینطور. خب مرض داری، اولش میگی فقط کشورهای اسلامی. شما از همین ایران وقتی حساب میکنید میبینید ظرف 30 سال گذشته بیش از 3 میلیون ایرانی به آمریکا رفتن که علل اغلب یا بگوییم کسر قابل توجهی از آنها راضی بودن. در کسر قابل توجهی، این کسر یعنی حداقلی، من نمیفهمم بابا، تعداد زیادیشون راضی هستن و بودن. در میان این آدم ها بیدین، بادین، طرفدار جمهوری اسلامی، مخالف نظام، تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده میبینید. بنابراین با همه عیب و ایرادی که با آمریکا وارد میکنیم، این جامعه لابد جذابیت هایی برای مردم دارد که سر و دست میشکنند تا به آنجا بروند. پرسش من از شما این است: از این 3 میلیون ایرانی که در این 4 دهه به آمریکا رفتند، چه تعدادشان برگشته و گفتن که آمریکا سرابی بیش نبود؟ قدر مسلم آن تصویری که شما از آمریکا می‌خواهید در روزنامه جوان ارائه کنید با آن چیزی که واقعیت دارد یکسان نیست. حتما روزنامه جوان یه چیزایی نوشته، این آقا جوابش داده. مشی قانونی حکومت برای من، حالا بذارید دیگه اون دوبارهش ول کنیم. اولا دو تا ایراد بگیریم، یکی به همین روزنامه‌هایی که از کشورهای دیگه ایراد می‌گیرن، یکی دیگه از شهردار احمق تهران که او گویا آمده یک تبلیغایی رو گذاشته این ور اونور که مثلا در آمریکا از هر 5 تا بچه 2 تاش بی پدر و مادر چنین چنان. آخه پدر سوخته، تو شهردار تهرانی، پولی رو که گرفتی نباید خرج بنر کنی برای آمریکا چه خبره؟ تو رو سننه، تو به تهران برس، گل بکار، برو گلا رو آب بده، برو شهر، برو گداها رو جمع کن، برو بچه خرید و فروش میکنن رو جمع کن. واقعا که چه دنیایی. ولی آقای زیبا کلام، من نمیدونم اون مجله جوان چی نوشته، بذارید من برداشت خودم رو از آمریکا بهتون بگم. و اینکه شما میگید از این همه که رفتن چرا بر نگشتن، بهتون بگم. صمد آقا از ده رفت شهر با همون چیزایی که تعریفایی که شنیده بود و سرکار استوار و زنای هنرپیشه‌ای که از تهران میرفتن اونجا فیلم برداری، اینا فکر کرد که تهران چه شود. رفت اونجا، بعدن اونجا از گرسنگی، از بیکاری، از بدبختی، از درموندگی این شعر رو خوند، گفت نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. دوست عزیز من آقای زیبا کلام، که من نمیدونم شما چه مهره ماری داری، چه سحر و جادویی داری که این همه درباره دولت ایران میگی اونا کاری به کارت ندارن. کم کم معلوم میشه که شما سوپاپ
به اصطلاح اونها هستید. آمریکا دلیلی که موفق بوده و هست، این کشور 240 سال شده آمریکا. قبلش یک کلونی دیگه بوده از انگلستان. اینا آمدن اینجا زمین مفت از کیا؟ از نیتیو امریکن، سرخپوستا. بعد یه مدتی سیاه‌پوستا قبلش هم بودن مس که نمیدونم تاریخ اینو، آره بودن که دیگه جفرسون اینا راجع به بردهداری. خب زمین مفت، کارگر برده مفت، راهن میخوان بسازن چاینیزای بدبخت مفت یا کم نزدیک به مفت. خب معلومه که کشور پیشرفت میکنه. بعد از اون ور تبلیغات میدونستن که حالا که بردهداری تموم شد یه سری بردههای جدید احتیاج دارن، سربی رو احتیاج دارن اینجا که بیاد خوشحال که رسیدن به آمریکا، فکل و کراوات بره سر کار عین برده. بابا بردهها مسئول ماشین خودشون، بیمه خودشون، خونه خودشون نبودن، میرفتن جون میکندن، شب هم یه تیکه لقمه نونی میخوردن، از صبح تا عصر هم تو مزرعه ها آواز میخوندن، شب هم تو طویله یه چیزی میخوابیدن، صبح دوباره بلند میشن. شما بیا فقط نگاه کن شکل و بو و رنگ بردهداری عوض شده و اینجا و الا اینجا بردهداریه. شما هم که مثل دوستان مجاهد با کسی صحبت نمیکنی، فقط گاهی وقتی میکروفون میگیری دستت میافتی به جون آخوندا، مردم هم فکر میکنن شما چه آدم رزمنده و شجاعی هستید. ای داد بیداد، آقا آمریکا نصفی از ماها دیگه نمیتونیم برگردیم، برای که چنان اینجا گرفتار قصه منزل و نمیدونم بچه و زندگی و اینها هستیم که همون ضرب المثل نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. شما آقای زیبا کلام آمریکا و اینها رو ول کن، بیا بشین با مردم صحبت کن، ببین تو ایران چه کار کنن که ایران خوب بشه. هر کاری هم آمریکا میکنه بلند نشن بیان آمریکا، هر تبلیغی میکنه. در رابطه با آمریکا صحبت کردم، اجازه بدید از اون دوستمون که چند بارم اسمش رو آوردم براتون بگم، محسن، نه محسنا، محسن. این دوست ما نوشت که خب از طریق تلویزیون مردم فامیلش رو پیدا کرده، خیلی خوشحال و اینها. بعد برای من نوشت که من چجوری میتونم بیام آمریکا. خب ما که وکیل نیستیم، بهش گفتم خب اسم نیست برای قرعه کشی های سفارت و چی میگن قرعه کشی گرین کارت، و یه راه دیگه شم اینه که بهش نگفتم همون اول تو چرا حالا که فامیل تو پیدا کردی از من میپرسی. فامیل شما که ادعا میکنه 6-7 هزار نفر ایرانی رو براشون پناهندگی گرفته آورده اینجا، چرا از من میپرسی؟ نگفتم، گفتم حالا دفعه اول باهاش مهربون نبودیم، با این دوست لورمون مهربون باش. گفتم که شما میتونی از فامیلت بخوای که یک دعوتنامه برات بفرسته. دوستان یادتون باشه دعوتنامه در آمریکا که میفرستید شما مسئول هستید. اون مهمونه اگه اومد اینجا رفت یک بیمارستانی پول نداد، نگاه میکنن این حسن علی کیه، میگن حسن علی با دعوتنامه سربی آمده اینجا، میان دنبال سربی، میگن تا تو باشی دیگه از غلطا نکنی، $4,000 بده. بعد که ما خوب برای این دوستمون توضیح دادیم، این دوستمون نوش آره با فامیلم هم صحبت کردم، گفته من که نمیتونم برای تو ایران کاری کنم، بیا اروپا از اروپا برات کار. خواستم میگم خب کاکو جون ما رو گشتی سر کار، به قول شیرازی ها علمون کردی، خب اون که بهت همینو گفته کارمون خرابه. اینم ماجرای آمریکا. بریم سراغ پتیک عزیز. میگه که کاکو جون بلومبرگ در سخنرانی دو روز پیش گفت، بلومبرگ اگه اشتباه نکنم یه بار استاندار نیویورک بوده، یه بارم شهردار یا فقط شهردار بوده، آدم بسیار پولداریه، ولی خودش افتخار میکنه میگه من مثل دونالد ترامپ 1,000,000 یا 10,000,000 از بابام نگرفتم، من با کار کردن و معامله کردن و اینها میلیاردر شدم. حالا یک کس بپرسه چی جوری شما مثلا تو 50 سال میلیاردر شدی، اون وقت میبینی که ایشون هم همچین صاف و صادق و پاک و تمیز نبوده. بلومبرگ در سخنرانی دو روز پیش گفت اگر در انتخابات رئیس جمهوری ما
باید به یک نفر از دو نفر رأی دهیم، بهتر است به هیلری رأی دهیم. یعنی همانی که من هفته پیش گفتم، انتخاب شده بین گوه و گوهتر. اینو برونبرگ نگفته، اینو پتیک میگه. انتخاب بین گوه و گوهتر، حال مردم دانند شادزی. ممنونم. میدونم من خودمم طرفدار برنی بودم، ولی دیدم که سیاست حزب‌بازی اولا خیلی دیگه ها هستن از برنی هم بهتر، اونا هم همون مرحله اول و اینا نمیتونن بیان. انتخابات اینجا هم هیچ فرقی با انتخابات ایران نداره، اونجا اسمش گذاشتن شورای خبرگان چیه نمیدونم تسلیه و فلان از این مزخرفا، اینجا به یه نوع دیگه پولداره اونا رو میکنه بیرون. یعنی اونی که حقیقتا قدرت داره الانم شو این کارنوال دموکرات ها دیشب تموم شد. دختر خانم هیلری کلینتون اومده میگه شما نمیدونید این چه مادر بزرگیه، این هر وقت بچه من یه چیزی میخواد همه کار رو زمین میذاره میره. خب یکی هم بهش نیست بگه احمق، پس این که نمیتونه رئیس جمهور باشه. فردا اگه بچه تو شیر خواست، این داره بچه رو شیر میده، وقت یه جایی دنیا منفجر میشه. کارمون خیلی خرابه پتی جان، ولش کن. ما میخواستیم که رأی ندیم، بعد دیدیم که بابا اگه رأی ندیم به اصطلاح یا یه گروه دیگه دارن میان لیبرتریزیان، اونا اگه به اونا رأی بدیم ممکنه به نفع چیز بشه، دونالد ترامپ بشه. و حالا ترامپ نمیدونم واقعا، دوباره میدونید پریروز یه حرفی زده گفته روسیه بلند شو بیا اینجا تو یعنی تو کامپیوترهای هیلری کلینتون و دولت و اینها چیز کن، که بعد گفتن نه چیز گفته، برای شوخی گفته. و خیلی ها گفتن بابا این دیگه کیه، این دیوونه است. نمیدونم خداییش این مسئله انتخاباتم، امیدوارم نوامبر بشه و تموم بشه و بگذره، یه هفته بعدش هم همه چیز به حالت عادی برمیگرده. ولی یه شور و هیجان ناخواسته‌ای در فکر و ذهن ماها ایجاد میکنه که نمیدونیم چجوری هم از دستش در بریم. خب بهتون گفتم قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 و این دوستان چپ گرفته راست گرفته مجاهدین گرفته، اینها همشون ادعا میکنن که این قتل عام از اعضای، هم وقت میگیم اعضا یعنی عضوهای اونها بودن. و اینها شنبه 30 جولای نوشته فراخوان به اکسیون اعتراضی. من نمیدونم چرا نمینسیم فراخوان به همایش اعتراضی در 28 سالگرد قتل عام، یا فراخوان به گرد همایی اعتراضی، یا فراخوان به تظاهرات در 28 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 شنبه 30 جولای لندن انگلستان. تاریخش کجا بیاید و اینها برید پیدا کنید siahkal.info. دلیلی هم که من کاملش نمیخونم، اینها هنوز حاضر نیستن پول بدن خرج کنن حتی برای هدف خودشون. اینها هم یه نوع دیگه از مفتخورا هستن. آقای حشمت تبرزدی رو همتون میشناسید، من یه بار ازش خواستم که بیاد صحبت کنه، دوستان فوری بهش رسوندن که آقا این سوربی اگه رفتی پدرتو در میاره و آبروی نداشتت رو میبره. ایشونم نیومد. ایشونم از همون مفتخورایی هست که با افرادی صحبت میکنه که ببینه فقط بهش بهبه و چهچه میگن. امروز دیدم چهارشنبه 6 مرداد 1395، آها چهارشنبه ایمال پریروزه، من دیروز دیدم، حالا فکر کردم تاریخش مال امروزه. گزارش حشمت تبرزدی از بازداشت اخیر خود توسط وزارت اطلاعات. دوستان فقط برید اینو بخونید ببینید این مردک چی میگه. واقعا کلمه مردک خوبه، یعنی مرد کوچولو که هنوز عقلش به جا نرسیده. میگه که آقا یه نمیدونم دکتر کیه این بنده خدا پیر مرده با من تماس گرفت و من خیلی مخفیانه رفتم، تلفنم رو حتی گذاشتم نبردم، با خودم کارت شناسایی نبردم، بعد آمدند و گرفتند و ریختم. آخه مردک، اصلا قانون تو تمام دنیا، شما وقتی بالغ هستی، وقتی گواهینامه داری، باید همیشه کارت شناسایی با خودت باشه. ما این رو تو ایران بلد نبودیم. موقعی که راننده میشی بله دیگه باید کارت رانندگی همراهت باشه، ولی تو آلمان که اومدیم به ما گفتن شما اینجا باید پاسپورت یا اجازه اقامت تو جیبت باشه، هر آن اونها حق دارن ببینن آه تو کی هستی، تو کی هستی تو این خیابون داری میچرخی. اون وقت این مردک تبرزدی هی میره زندان هی میاد. من اون روز سوال کردم یکی از شما بیان به من بگی زندان رفتن اینها چیه، هی میرن میان یه زن دیگه میگیرن، هی میرن میان یه زن دیگه میگیرن. با
بابا خجالت بکشید. یه دوستی گفت اینا میخوان معروف بشن، گفتم آره منم میخوام تو برنامه همین در همین موضوع صحبت، همین رابطه صحبت کنم. گفت خب شما هم دارید به معروفیتشون کمک میکنید. گفتم والا درسته که آمریکایی‌ها میگن there is no bad publicity، ولی دیگه من فکر نمی‌کنم اگه کسی صحبت‌های منو بفهمه، با وجودی که آقای تبرزدی ممکنه معروف بشه، ولی معروفیت خوبی باشه. در اصل ممنون، متشکرم از یک کاری که شما دوستان عزیز ساعت 3 بعد از ظهر 12 ظهر به وقت کالیفرنیا اجازه بدید بریم سراغ آقای سعیدی که ایشون هنوز نه عکس برای من فرستاده و نه شماره تلفنی که من در اختیار شما بذارم و ببینیم امروز چی میگه. نگاهی دیگر عکس ایشون رو هم من بیارم اینجا و بله ببینیم که آقای سعیدی پلیر سه. آقا این صدای ما رو ببند یا اون سفر رو ببند که قطع وصلی نداشته باشیم. الو آقای سعیدی عزیز. الو سلام. سلام، سوربی هستم. ما همیشه تأخیر داریم وقتی شما به تلویزیون نگاه کنی، بعد چیز میشه، باید ساعت 3 تلویزیون تو خاموش کنی، کامپیوتر تو اون صفحه رو ببندی، من و بینندگان عزیز میایم در منزل شما و میشینیم پای صحبت شما ببینیم شما این نگاهی دیگر چی هست، چرا نگاه شما فکر میکنید با دیگران متفاوته. اون شخصی هم که اون روز شما میگفتید، دوستان از من پرسیدن آیا منظور ایشون آقای دکتر محیط هست که میگید چیزای دیگه ترجمه کردن اینها، یا کسی دیگری بوده؟ نه خیر، اولا سلام عرض میکنم به بینندگان محترم و با تشکر از شما آقای سردی در شرایط خدمتون که نه خیر، این دوستیه که کتابهای مارکسیستی رو به طور کامل ترجمه کرده. خب چرا اسمشو نمیگید شما؟ متاسفانه اسمشون به خاطرم نمیاد. آها اوکی فراموش میکنم. ولی با شما دو سه بار برنامه داشتن، دو سه بار، و از شرق امریکا هستند، از همون نزدیکی های خودتون. اگر اسمشون به خاطرم اومده عرض میکنم، و البته ایشون به تنهایی نیستند، دوستان زیادی که در این مورد صاحب نظر هستن من صحبت داشتم باشم. آقای دکتر پارسا بناب نیست؟ نه خیلی. اوکی خب حالا شما صحبت امروز تو بگو که ما چیز کنیم. من به دوستان گله کردم از شما، گفتم آقای سعیدی نه هنوز به من گفته هفته ای میاد، دو هفته ای میاد، یه ماه میاد. همه اونایی رو که نمیتونه بیاد میگه، ولی اونو که میتونه بیاد نمیگه. نه هنوز عکس برسه که زدیم با مزه بود. آره دیگه جدی میگم، من اگه به مادرم زنگ بزنم بگم من دوشنبه نمیام، سه شنبه نمیام، چهار شنبه نمیام، پنج شنبه نمیام، جمعه نمیام، بعد هی باید بگم الو الو، بنده خدا سکته میکنه. ولی اول بهش میگم من خدمتتون عرض کنم، من هر زمان حرفی برای گفتن داشته باشم مطمئن باشید که در خدمتتون هستم. بسیار عالی. خب دوستان عزیز، نگاهی دیگر با آقای سعیدی. آقای سعیدی امروز میخوای درباره چی برامون صحبت کنی؟ عرض کنم نگاهی دیگر عنوان برنامه های من بود در تلویزیون ندا. آها بله، به این دلیل خواستم که ادامه بدم همون رو. و این نگاهی دیگر معنیش همونطور که شما گفتید، یعنی این که با یک به اصطلاح تعریف جدیدی از هر چیز و یک شک در آنچه که گفته شده، شک کردن در آنچه که گفته شده، یک بار دیگه به قضایا نگاه بکنیم. بسیار فکر خوبیه. و دوستان کاری که میتونن انجام بدن، اون چیزهایی که تا امروز باور کردن، اون چیزهایی که تا امروز خوندن، میتونن با گفته های شما مقایسه کنن و از بین این دوتا یا میانگینش رو به دست بیارن یا بهترینش رو انتخاب کنن. بفرم. اول در راجع به برنامه گذشته، من برنامه گذشته تقریبا نیمه تمام موند و خود من هم راجع به برنامه گذشته یک اصلاحاتی دارم، اشتباهاتی کردم که اشتباهی من کردم، اشتباهی شما کردید که ایمیل منو اشتباه نوشته بود. الان دارم می‌نویسم ایرانیان تیوی. اون اشتباهی که من کردم در واقع به اون اول اشاره میکنم و عذرخواهی میکنم بابتش. اون این بود که وقتی گفتم مسلمانان تحصیل کرده
در جایگاه نوعی مالکشی برای اسلام وارد صحنه میشن و سعی میکنن اسلام خودساخته به اصطلاح جدیدی رو که خودشون به وجود آوردن رو معرفی بکنند با اشاره به عرفان و اینجور چیزها. گفتم که چپی ها هم این مالکشی ها این گرفتاری درش هست در جنبش چپ، که این کلمه غلط بود. در واقع در جنبش چپ یک جور تسلیم شدن و نقد نکردن باعث مشکل شد و این انحراف نتیجه شیفتگی کسانی شد که نسبت به مارکس یک ارادتی پیدا کرده بودن و کورکورانه در واقع تسلیم نظرات او شدند در رابطه با ماتریالیسم تاریخیش و اون جنبش انحرافی مارکسیستی شکل گرفت. ببینید من سوء تفاهم نشه، من وقتی عرض میکنم من خودم یه موقعی مارکسیست بودم، بعد در اثر تحلیل آنچه که میخوندم و میشنیدم واقعا به این نتیجه رسیدم که بر اساس این دنیا نمیتونه اون به اصطلاح نتیجه گیری که مارکس کرده که باید در اثر انقلاب طبقاتی دچار تحول بشه درست باشه. و وقتی به گذشته برگشتم مطالعه کردم مخصوصا راجع به تاریخ اروپا، به این نتیجه رسیدم که این نتیجه به اصطلاح حدس من چقدر درسته و چقدر دلایل تاریخی داره. ببینید من خودم رو ماتریالیست معرفی کردم. ماتریالیست یه جهانبینیه. در واقع من اگر بخوام آرمان اقتصادی و اجتماعی که دارم رو اون رو به شما معرفی کنم، من عملا یک سوسیال دموکرات هستم. منتها جهانبینی من جهانبینی ماتریالیستیه. شما میتونید یک سوسیال دموکرات باشید و مثلا جهانبینی ماتریالیستی نداشته باشید، چون اینها خیلی مهمه. شما یه موقع هست راجع به موومنت و جنبش دارید صحبت میکنید، یه موقع هست راجع به جهانبینی دارید صحبت میکنید. اینها دو چیز مختلف هستن. برای مثال در اروپا خب وقتی مسئله جنبش چپ بالا گرفت و جنبش مارکسیستی به وجود اومد، سرمایه داری هم بیکار ننشست. اون هم به اصطلاح فلسفه سیاسی خودش رو به اسم لیبرالیزم رو کرد. و میدونید که لیبرالیزم یه شعاری داره در رابطه با آزادی و برابری برای انسان‌ها. و این در واقع یک چیز خیلی مهمیه که ما اینها رو بشناسیم تا جهتگیری های اجتماعی و سیاسی درست پیدا بکنیم. یه نکته‌ای که خیلی خیلی مهم هستش، اجازه بدید من اول یک کوتاه راجع به آنچه که گفتم در برنامه گذشته اشاره کنم. برنامه گذشته من نقدی کردم بر مارکسیسم و اینکه ماتریالیسم تاریخی مارکس نتیجه گیری درستی رو ارائه نکرده ایشون در این به اصطلاح نظریه، و دلیل اون رو هم این قرار گفتم که این تحولات اجتماعی مبناش و موتور محرکش فشار و اقدام قهرآمیز طبقات محروم و مثلا برده ها نبوده که باعث بشه به اصطلاح بردگی در برده داری به فئودالیسم تبدیل بشه، بلکه ابتکار عمل و مصلحت اندیشی طبقات مسلط بوده که این تحول اجتماعی رو بر اساس مناسبات تولیدی جدید شکل داده. در اون زمان برده داری خب مناسبات تولیدی جدیدی که به وجود اومده، فرض بفرمایید انسان دیگه مجبور نبوده زمین رو با چوب شخم بزنه. کشف آهن و خیش کمک کرده که انسان بتونه با سرعت و دقت بیشتری زمین رو شخم بزنه و در نتیجه محصول بیشتری به دست بیاره، و این باعث شده
عادت کرده به مناسبات جدید، یعنی فئودالیسم. و به همین طوری همین اتفاق رو توضیح دادم که در دوره گذار از فئودالیسم به سرمایه داری اتفاق افتاده و نتیجه گیری کردم که پس بنابراین ما نباید دنبال انقلاب کار منتظر انقلاب کارگری باشیم. اگر یک سوسیالیست هستیم، اگر یک سوسیال دموکرات هستیم، باید این واقع بینی رو پیدا بکنیم که این از اتفاق تحول اجتماعی هرگز از طریق قهرآمیز اتفاق نیفتاده، بلکه ابتکار و مصلحت اندیشی طبقات مسلط بوده که این انتقال رو انجام داده. و امروز میخوام کمی در واقع راجع به اجازه بفرمایید که من تا شما مطلب رو پیدا کنید اجازه هست من یه سوال کنم؟ بله خواهش. چون شما گفتی برنامه های دفعه قبلتون هم به اصطلاح نیمه تمام موند، من یکم ترسیدم که بپرسم چیزی رو درباره این نکته مهمی که شما گفتید که دیگه نباید منتظر انقلاب های کارگری باشیم. من با این دوستانی که مثلا آقای سیامک ستوده، اینایی که هی میگن کارگر کارگر، که هیچ کدومشونم فکر نمیکنم در عمرشون یه روز کارگری کرده باشن، میگم خب به من بیاین بگید چه سیستمیه. یعنی شما حکومت امروز افتاده، حالا مال هر کشوری، شما چی کار میکنید؟ میرید توی کشوری توی کارخونه ای میگید یه کارگر بیاد میخوام رئیس جمهور بشه، یه کارگر بیاد نخست وزیر بشه. خب کارگره که میاد روز اول هم خوشحال هممون کف میزنیم جشن میگیریم، فردا که جشن تموم شد این چجوری میتونه اون مملکت رو بچرخونه؟ چرا شما فکر نمیکنید همون سیاست مدار یا رئیس جمهور اونم یه کارگری هست که داره کارش رو انجام میده، نوع کارش فرق میکنه، دکتر هم یه کارگریه که داره کارش انجام میده. دست این موضوع آقای سربی در ادامه من اتفاقا میخوام به همین نکته مهم اشاره بکنم که الان ابزاری که در اختیار حاکمیت های مختلف هست آنچنان پیشرفته است و اونها رو توانا میکنه تا به کمک اون ابزار جامعه رو کنترل کنن. این در واقع برای کنترل یک جامعه فقط با 5% مردم موجود میشه 95% دیگر رو کنترل کرد. دقیقاً درست. بله، اصولا دنیا اینطوری شده که امروز جنبش های طبقاتی کاملا فلج هستند و ناتوان در ایجاد تحول. و همونطور که شما به درستی اشاره کردی، برفرض که این انقلاب که یک نتیجه بیماری جامعه است و یک پدیده‌ای که ناشی از بیماری و استیصال یک جامعه است، انقلاب هر جامعه‌ای که به انقلاب کارش کشیده بشه، شما مطمئن باشید که دچار مشکلات جدی خواهد شد و هیچ تضمینی هم وجود نداره که انقلابیون بتونن نظم جدید سازنده‌تری رو به وجود بیارن. سوسیال دموکراسی معتقد به ریولوشن هست به جای معتقد هستش به اِوولوشن به جای ریولوشن، یعنی به جای انقلاب به تحول اجتماعی اعتقاد داره و روی اون کار میکنه. جامعه از طریق تحول که میتونه در واقع نتایج بهتری برسه. به همین دلیل هم من معتقد هستم جمهوری اسلامی اگرچه یک فاجعه اجتماعی رو برای چند نسل ایران به وجود آورده، ولی ما ایرانی ها بالاخره مثل مردم اروپا که در اثر سختی کشیدن و کار و تلاش طاقت فرسای چند قرن امروز دارن نتیجه میگیرن و رنسانس فکری هم در اون کشور به راحتی انجام نشده و خیلی ها بهای سنگینی برای اون پرداخت کردن، ما ایرانی ها هم داریم این بها رو در این 37 سال پرداخت میکنیم و من آینده بهتری رو برای ایران پیش بینی میکنم. البته اگر این استعمارگرها بگذارند و رقابت مابین استعمارگرها یه فرصت طلایی دیگه برای ملت ایران ایجاد بکنه شبیه همون چیزی که در دوران پهلوی ها ایجاد کرد. پس شما امیدی دارید؟ امیدوار است؟ باید با امید زندگی کرد آقای سردی. دقیقاً. بله.
عرض شود به خدمتون. امروز من میخوام تفکر ماتریالیستی رو باز روش تکیه کنم. علت این که من این مسئله رو اینقدر روش تکیه میکنم اینه که این کلید حل به اصطلاح کلیدی که ما میتونیم یه دری رو به سوی آینده باز بکنیم. آقا تو رو خدا این کلمه رو عوض کن یه چیز دیگه بگو، چون بعد از کلید روحانی ملت از کلید میترسن. از اون کلیدا نیست. رمزیه. از شاید به خدمتون که ببینید ماتریالیز یک نگاهی، یک به اصطلاح جهانبینیه که بیشتر نمایندگی میکنه تفکر کپیتالیست ها رو تا سوسیالیست ها رو. یعنی جهانبینی ماتریالیستی بیشتر به اصطلاح زندگی مادی انسانی رو که کپیتالیست ها و سرمایه دار ها به اون اعتقاد دارند تأیید میکنه و زیربنای اون طرز تفکره. در مقابل این تفکر ماتریالیستی که من چگونگی پیدایش اونو در اروپا امروز میخوام یه ذره راجع بهش صحبت کنم، خب یه تفکر به اصطلاح جدیدی به نام سوسیالیسم به وجود اومده که این نتیجه رشد ذهنی انسانه و حس مسئولیت انسانه. خوب دقت کنید، اگر به اصطلاح ماتریالیسم یک قانونمندیه ناظر بر جهان هستیه، در مقابل اون سوسیالیسم نتیجه وجود یک پدیده است به نام انسان متفکر، مغز، که داره با این پدیده طبیعی که همه امور این دنیا رو نظم و سامان داده داره با اون چلنج میکنه و میخواد بگه که درسته که تو یک قانونمندی هستی که این جهان هستی، این بستر مهربانی که به ما انسانها امکان حیات داده رو سامان دادی و با قانونمندی های خودت داری اونو پیش میبری، ولی منم انسانم، صاحب مغز و شعور هستم و میخوام امور زندگی اجتماعی خودم رو سامان بدم. این دنیا به دلیل تضادها، به دلیل محدودیتهاش لازم داره و به دلیل افزایش جمعیت لازم داره به یک اندیشه‌ای که سامان بده به این تضادها رو از بین ببره و الی آخر. پس ما این دوتا پدیده رو در مقابل هم داریم و من باز برمیگردم به دوران اصطلاح رنسانس در اروپا و انقلاب صنعتی و اینکه چطور این ماتریالیسم توسط اندیشمندان در اروپا تئوریزه شد و دیده شد، شناخته شد، قبل از اینکه مارکس بهش اشاره‌ای بکنه و اصلا اون رو نامگذاری کنه و معرفی کنه. انسان ماتریالیستی فکر میکرده، عمل میکرده و در واقع با الهام یا با پیروی از این متد موجود و این فرمول بندی طبیعی طبیعت عمل میکرده. خود مارکس خودشو جزو چه اسمی میدونسته؟ خب مارکس سوسیالیست بود دیگه. مارکس با انگلز یک در واقع کلمه یادم رفتش، ولی به هر حال مشترکاً جامعه کمونیستی رو مطرح کردند. خب حالا یه سوال دیگه، فقط به شرطی که سوالای من به اصطلاح رشته کلام رو از شما به اصطلاح دست شما نگیره. شما یه جا گفتید شما ماتریالیسم هستید، امروز گفتید که من حقیقتاً سوشال دموکرات هستم. آیا سوشال دموکرات و ماتریالیست یکی؟ اگه یکی هم چرا دوتا اسم دارن؟ آقای سوربی دارید منو ناامید میکنید. اینقدر من این مطالب رو گفتم که امیدوار بودم شما حداقل این مطالب رو
برداشتی پیدا کرده باشید بسیار خوب. چشم، از دوباره اینو میگم. اتفاقا شما باید امیدوار باشید، نشون میده که این شاگرد نشسته گوش میده و گیج شده. گیج شدن و پرسیدن اولین قدم یاد گرفتنه. والا اگه من تظاهر کنم، اتفاقا من تو برنامه‌ام همیشه میگم خیلی چیزها رو ما نمیدونیم، تظاهر میکنیم میدونیم. من توی مجلسی بودم سالها پیش، مجلس جبهه ملی ایران بود، طرف گفت هژمونی. به این بغل دستیم گفتم هژمونی یعنی چی؟ گفت والله منم نمیدونم. گفتم چرا نمیپرسی؟ من میپرسم، و اگر پرسیدن من یه وقت شما رو ناامید میکنه که بابا این خنگه، خب بی نمیپرسم. خواهش میکنم. نه خیلی عالی، من عذرخواهی کردم ازت. خواهش میکنم. ببینید آقای سربی، اولا وقتی شما از اندیشه صحبت میکنید، یعنی از یک موومنت، جنبش یا از یک جهانبینی، حتما بایستی زمین رو اضافه کنید. مثلا بگید ماتریالیزم، مارکسیزم، سوسیالیزم. ولی وقتی از یه فرد صحبت میکنید که به اونها اعتقاد داره، اون وقت بایستی سبوته رو اضافه کنید. ماتریالیست، مارکسیست، سوسیالیست. اول این رو رعایت بکنیم ما. بعد در عوض بخوام سوالتون رو یه جور دیگه تکرار کنیم. آقای سعیدی اینقدر معلم سختگیری هستی که آدم میترسه. سوال من این بود من اصلا شما رو هم توی برنامه ها به عنوان ماتریالیست ببین یاد گرفتم، سعیدی ماتریالیست به اصطلاح معرفی کردم، ولی امروز خود شما گفتید که اولا گفتید دو سه بار به اصطلاح برگشتید اینا رو خوندید، مثل اینکه نشون داده یه چیزایی رو فکر کردید یا اشتباهه یا الان بهترش اینه. خودتون گفتید من البته یک سوشال دموکرات هستم، بعد چون من فکر میکردم شما ماتریالیست هستید، میگم آیا این دوتا ایزم یکیه، دوتا اسم داره، یا اینکه شما ماتریالیست هستید ولی توضیح میدم. اون زمان که من اشاره به ماتریالیست کردم و ماتریالیست بودن خودم کردم، منظورم این بود که جهانبینی من ماتریالیستیه. بله. ولی الان آرمان اجتماعی و اقتصادی، اون آرمانی رو که با اون برای اون حرف میزنم و برای اون تلاش میکنم رو دارم معرفی میکنم، یعنی سوسیال دموکراسی. اون جهانبینی بود، این نگرش من نسبت به اجتماع و آرمان من برای آینده است. اینها رو از هم تمیز بدیم، از هم جدا کنیم. یکی از مشکلات جامعه ایرانی هم اتفاقا همین موضوعه که اکتیویست های اپوزیسیون، همه اونایی که تو اپوزیسیون فعال هستند، یه جنگ حیدر نعمتی با هم را انداختند و اینها دارای آرمان و ایده لازم برای آینده ایران نیستند. برای مثال اینها نه لیبرالیزم رو به اصطلاح چیز میکنند، پروموت میکنند یا حمایت میکنند، نه سوسیال دموکراسی رو، چون نه آرمانی برای به اصطلاح فعالیت سیاسی خودشون ندارن. اینطور جنگ حیدر نعمتی را افتاده و جنگ بین جمهوری خواها و اصطلاح پادشاهی خواها به علتش اینه، این ناپختگی و این عقب افتادگی سیاسی هست در بین اپوزیسیون، در بین ما ایرانی ها. شاهزاده رضا پهلوی بارها به این نکته اشاره کرده توی جلسات مختلف، توی نشستهای مختلف، که آقا جان اگر تو یه سوسیالیست، یک سوسیال دموکرات جمهوری خواه هستی، برادر تو، شریک تو، همراه تو اون پادشاهی خواهیه که سوسیال دموکراته. یعنی شما به دلیل سوسیال دموکرات بودن با هم همراه و هم حزبی و به اصطلاح هم جبهه هستید. این آرمان اقتصادی، آرمان اجتماعی مهمترین چیزیه که باعث شده این شرایط فلج کننده در اپوزیسیون ایران ایجاد بشه، و به دلیل همین عقب موندگی ذهنیه که شخصیت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی شناخته نشده توسط این دوستان. به همین دلیله که این همه این جنبش هایی که به وجود اومده، یکی سکولاریزم را میندازه، یکی فلان جمهوری خواه این طرفی، یکی جمهوری خواه اون طرفی، و
به اصطلاح کارهای موازی انجام میشه. علت این که همه اینا تشخیص نمیدن که بابا این اپوزیسیون وقتی میتونه شکل بگیره که یه محوریتی داشته باشه، حول یه محوری اقدامات خودش رو سامان بده. این وضعیت بلبشو دلیل این عقب افتادگی و خامی سیاسیه. شما اگه یه مدیر یه مدرسه‌ای باشید، آقای رضا پهلوی رو به عنوان معلم جامعه و مردم رو به عنوان دانش آموزان اونجا توی این مدرسه داشته باشید، اگر بعد از 37 سال دانش آموزان نفهمیده باشن، معلم رو مسئول میدونید یا دانش آموزا رو؟ ایشون معلم نیست، من معتقدم ایشون یه فردیه که حداقل اگر یه جای حرف زده سنجیده تر حرف زده. مشکل این نیست آقای سوربی که ایشون در جایگاه رهبر و معلم ما قرار بگیره. اتفاقا من فکر میکنم مشکل همینه که ایشون اگه بگه من رهبر هستم، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال، 4 سال مردم گوش میدن به حرفاش، موفق بود، موفقه، نبود، میگن آقا رهبر خوبی نبودی. این وقتا میگفتن استخون لای زخم. ایشون مردم رو علاف کرده. حالا من جواب خودم رو بدم، اگه من مدیر اون مدرسه باشم و ببینم یه معلمی رو آوردم، من ایشون رو به عنوان معلم میذارم سر کار. اگر ببینم این دانش آموزاش همه تو امتحانات شهری نمره کم میارن، اون معلم رو میفرستیم یه کلاس دوباره یاد بگیره یا اصلا برکنارش میکنیم. بفرمایید. عرض کنم به خدمتت، خب من نمیخوام با شما کلکل بکنم آقای سوری. باش. فضایی که شما توش هستید و این مسیری که تا به امروز طی کردید، این مسیر رو با یک صحبت و به این سادگی ها نمیشه ترسید. باور کنید آقای سعیدی، من قبل از شما برای دوست خوبم آقای مرداد که مجاهد هست همینو گفتم، نوشتم مرداد کلکل کردن من و شما به جایی نمیرسه، ولی بذارید دنبالش بگم. بهش گفتم اگر مایل باشی بیای تو برنامه صحبت کنیم، من نظر خودم رو میگم، شما نظر خودت رو میگی. اتفاقا دفعه قبلم به شما گفتم اشتباهی که دوستان مثل شما میکنن اینه، میگن آقا این که فایده نداره، این فکرش اینه. آقا فکر من اینه، من رو عوض نکن. شما بیا بگو مردم رو بفهمن که سوربی اشتباه میکنه، آقای سعیدی درست میگه. یعنی شما کاری به من نداشته باش. من خب چون خودتونم هی به من میگید که اگر صحبتی هست، و الا اگه نباشه من برنامه آقای مینویی اینجا نشستم. واقعا من دوست دارم با شما، اتفاقا دوست دارم با شما شاخه به شاخه بپرم. خب میگید که حالا شاخه به شاخه بپرم، ولی وقتی میگم میگی نمیتونیم کلکل کنیم، فایده نداره. من نمیدونم به چه سازی. در مورد خصوص که شما تعصب داری در مورد شاهزاده رضا پهلوی و تعصب ندارم، من خودم دنبال رو ایشون بودم. قربونت دارم، من توی آلمان من اینو جناب سوربی مطلبی رو بگم که شاید این به شما کمک کنه شاهزاده رو بهتر بشناسید. بفرمایید. ایشون در یه بحثی با حشمت رئیسی، آقای حشمت رئیسی که از اون چپ‌های تحلیلگر، میشناسم ایشون رو، باهاشونم چند بار مصاحبه داشتم، همه با شرف، یه چپ مسئول هست، با ایشون یه بحثی داشت. آقای حشمت رئیسی سوال جالبی کرد از شاهزاده. گفت خب شاهزاده شما میگید که آینده ایران باید این طور باشه اون طور باشه، خب شما نمایندگی میکنید پادشاهی برای ایران رو، چه تضمینی وجود داره اگه فردا شما پادشاه شدید مثل پدر بزرگ و پدرتون عمل نکنید؟ شاهزاده جواب داد که هیچ تضمینی وجود نداره، تنها تضمین به اصطلاح فعال بودن کانونهای دموکراتیک در کشوره. اگر ما موفق بشیم قانون‌های دموکراتیک داشته باشیم که حسن اجرای قانون اساسی رو نظارت بکنن و جنبش مردمی به وجود بیارن بر علیه هر گونه به اصطلاح انحراف، اون موقع این اتفاق هم نمیتونه. آقای حشمت الله رئیسی خیلی به اصطلاح تحت تأثیر قرار گرفته بود. کسی که در زندان پدر ایشون بوده، حالا اومده ایشون رو دیده و فکر میکرد که با یه عقیده جدید آشنا میشه و جواب نداد که بگه شما میگی کانونهای مردمی، دیکتاتور اولین کاری که میکنه کانونهای مردمی رو میبنده.
اولین کاری که میکنه رهبرهای فکری رو زندان میندازه. همون کاری آقای تربی عزیز، دیکتاتور، این دیکتاتوری که ما میگیم خیلی لفظ کلیه. در دوران پهلوی ها ابدا در این لفظ دیکتاتور رو به محمد رضا شاه نمیشه اطلاق کرد. ای بابا، رضا شاه یک حکومت فردی رو بعد از سال 42 شروع کرد. حکومت فردی یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون تبدیل شد به تصمیم گیرنده برای کشور. علت هم داشت. خود همین که معنی دیکتاتور همینه. بذارید من صحبتمو تموم کنم. بله بله بفهمید. چند شوک مختلف محمد رضا شاه رو وادار کرد که حکومت فردی رو در پیش بگیره. یعنی در واقع آنچنان ناامید شد از الیت جامعه ایران و از حسن نیت سیاسیون و اونهایی که ادعا داشتن که کشیده شد به سمت حکومت فردی. من در این مورد قبلا هم دلایلش هم تو گفتم. چرا؟ برای اینکه اتفاق سال 32 که اون رفتار رو کردن، توده‌ای ها مجسمه ها رو پایین آوردن، حتی پیغام دادن به کشورهای خارجی که اگه محمد رضا شاه به کشور شما اومد رسما ازش نبایستی چیز کنید، این آدم دیگه معزول شده. و این یه شوک بزرگی بود برای این شخص، در حالی که جریانات سال 32 همش طراحی شده بود برای بدام انداختن توده‌ای ها. یعنی همه این قضیه و اینکه مصدق تله شد برای این قضیه، مصدق فقط تله‌ای بود برای جمع کردن بساط توده‌ای ها. منظورتون اینه که مصدق طعمه‌ای بود؟ تله بود در واقع، برای اینکه توده‌ای ها دوربر مصدق بودن، جمع شده بودن. آها. اون کودتایی که کردند و حکم پادشاه رو نادیده گرفتن. توسط کی؟ توسط روسیه؟ در کودتای 25 مرداد میگن. نه میدونم، ولی شما ببینید، شما میگید این کارهای سال 32 دلیلش این بود که میخواستن توده‌ای ها رو بشناسن. توده‌ای ها که خب وابستگی داشت. اون همه جریانه جریان این قضیه سال 28 مرداد و 25 مرداد من. این برنامه ریزی شده بود. پادشاه هم به همین دلیل از کشور خارج شد، چون یه نگرانی وجود توسط داشت. کی برنامه ریزی شده بود؟ بله، این نگرانی وجود داشت که اگر این اتفاق کارش بالا بگیره. نه آقای سعیدی، من سوال میکنم توسط کی برنامه ریزی شده بود؟ توسط سرمایه‌داری جهانی. آه اوکی اوکی. بله، و نگرانی بود که نکنه روس‌ها عکس العمل نشون بدن، توده‌ای‌ها دست به اقدامات نظامی بزنن. این بود که پادشاه خارج شد تا این قائله ختم بشه. و این قائله ظرف 48 ساعت با کمک آخوندها که اونا بسیج توده‌ای خیلی خوب می‌کردن و تا همین اواخر هم قادر بودن بسیج توده‌ای انجام بدن، خوشبختانه به یمن این 37 سال حکومت آخوندی این امکانم از آخوندها سلب شده. اینو خیلی قشنگ گفتید شما. یعنی میشه گفت یه چیزی بود مثل این کودتای ترکیه که میخواست مخالفه ها رو بشناسه و بگیردشون. آفرین. ببینید، از این نوع اقدامات فراوان بوده در تاریخ. آقا من برای اولین بار با شما موافقم و این حرفی که میزنی با اسناد و با اون کارهایی که آمریکا کرده و اینها یعنی ردیفه. و من ممنونم ازت که اینو عنوان کردی و بالاخره ما با شما سر یه چیز توافق کردیم. دیدی حالا کل کردن بدم نیست. بفرمایید. توافق شما که به گفته خودتون با من موارد متعددی بوده که گفتید فقط در بعضی چیزها با تو مخالف هست. خب اینم اضافه کنید، اینم یکی از اونایی بود که سرمایه‌داری جهانی از ترس به اصطلاح کمونیست این کار رو برنامه ریزی کرد، پول داد. قائله 28 مرداد فقط یه برنامه ریزی برای جمع کردن بساط توده‌ای ها بود در ایران. بله. و بعد از اون، بعد از این شوک 28 مرداد که اون رفتار به اصطلاح ملیون بعضی از جبهه ملی ها و این چپی ها انجام شد، بعد ما میرسیم به سال 42. در اونجا هم باز ملیون خیانت میکنند و میرن دنبال پشت آخوندها و چپی ها هم بعضی هاشون همینطور. و این دوتا شوک پادشاه ایران رو که تمام وجودش خواستش ارادش خدمت به این آب و خاک بوده و دوست داشته که این مردم رو به اصطلاح بالا بیاره، میکشونه به حکومت فردی. ببینید، ما اگر تعاریف خودمون رو، یعنی
غلط، نتیجه گیری های غلط رو به دنبال داره. اگر در تعاریفمون، فرض هامون تجدید نظر نکنیم و تاریخ نخونیم و شرایط به اصطلاح همه شرایط رو در نظر نگیریم، به اسفل و سافلین میریم از نظر اگه شرایط. تاریخی که میخونیم کسایی که نوشته باشنش آدم های صالحی نباشن به کجا میریم؟ خب دیگه این بستگی داره به هوش و به اصطلاح این که ما از چه منابعی استفاده کنیم یا چقدر منابع مختلف رو ببینیم بخونیم و خودمون دیگه مغز اینجا دیگه مغز هر کسی باید یاری بکنه بهش دیگه. بسیار متاسفانه این پدیده کمتر یاری میکنه به ما. بسیار. عرض کنم داشتم اینو میگفتم، این دوتا شوک باعث شد که حکومت فردی محمد رضا شاه شروع شد. محمد رضا شاه مطلقا دیکتاتور نبود، سال 57 اینو ثابت کرد. دیکتاتور که راشه نمیکشه از خاک کشور بره بیرون، میکشه پدر متظاهر کننده رو در میاره و تثبیت میکنه موقعیت خودشو. ایشون مثل یه پدر بود برای ایران. رضا شاه و محمد رضا شاه، در واقع ما ملت بی پدر شدیم با رفتن اینها حکمی پدر رو داشتن، منتها مثل هر پدری که هزار تا اشتباه هم ممکنه بکنه اشتباهاتی داشتن. مثلا محمد رضا شاه اشتباه بزرگش این بود که درست در زمانی که باید فضای سیاسی رو باز میکرد و خودش رو از صحنه سیاست کمی بیرون میکشید و دیگران رو جلو مینداخت، درست برعکس عمل کرد متاسفانه. آقا بازم آفرین به شما، این مثال پدر رو که زدی خیلی از بچه های ما هم فکر میکنن ماها دیکتاتور هستیم، ولی بعد که بزرگ میشن عقلشون میاد از اون حتی تشکر میکنن که چه خوب دیکتاتور بودیم. دختر من الان دموکراسی اینجا خیلی مهمه. ما این موضوع رو بفهمیم، موضوع مشکل ما ایرانی ها دموکراسی نیست. ما نه به آزادی سیاسی احتیاج داریم نه به دموکراسی احتیاج داریم در حال حاضر. ما ایرانی ها با اون وضعی که تو ایران هست، مردم ایران امروز فقط به حقوق مدنی خودشون احتیاج دارند و حاشیه یک امنیت اقتصادی. یعنی جمهوری اسلامی موفق شده مردم رو، خواسته های مردم رو به این حد تنزل بده که الان دیگه نه دنبال دموکراسی باشن نه دنبال به اصطلاح آزادی های سیاسی، بلکه فقط دنبال نون شب باشند و دنبال اینکه حقوق مدنیشون زیر پا گذاشته نشه. دموکراسی در واقع برای ملت های عقب افتاده یک دامگهه، یک به اصطلاح خطر بزرگه. پادشاهان پهلوی به این دلیل حکومت فردی رو در پیش گرفته بودند که اصلا شرایط برای دموکراسی و حضور به اصطلاح ایرانی ها در صحنه سیاست مهیا نبود. اونا تلاش میکردن این شرایط رو مهیا کنن، یه طبقه مسئول آگاهی رو تربیت بکنن، بعد اینا رو بفرستن به صحنه سیاست. محمد رضا شاه اتفاقا اشارش به اون تمدن بزرگ همین بود. ایشون منظورش بیچاره این بود که ای مردم آماده بشید برای که چیز اداره امور کشور رو به دست خواهید گرفت به زودی. و متاسفانه در تعریف این قضیه و در به اصطلاح تبلیغ این قضیه انقدر کمکاری شد و توسط روشنفکرها همکاری نشد، اونا این چیز رو نگرفتن. من و شما که اطلاع نداریم آقای سوربی چه گفته، چیزهایی رد و بدل شده چه گفته، هم از همه چیز اطلاع نداریم، ولی من وقتی به اون آنچه که شنیدم توجه میکنم میبینم که این مرد یا آرزوهای بلندی برای ایران داشت که نتونست اونها رو خوب به طور سیستماتیک پیاده کنه. آقای سعیدی ببینید، من مثلا برای بچه هام آرزو میکنم که توی یک ساختمان بلند تو نیویورک زندگی کنم. خب این آرزوه خوبه، ولی اگه برنامه نداشته باشم، وسیله نداشته باشم، حتی نتونم به بچه هام اینو توجیه کنم، خب نشون میده من آدم فقط چی میگن اینا خیال پردازی هستم. شما میگید که در واقع این خیال پردازی محمد رضا شاه به این دلیل بود، به این دلیل عملا به نتیجه نرسید که الیت جامعه ایران و سیاسیون ما به چند دلیل اخته شده بودن و اینها باید این پروژه رو دنبال می کردن و این پروژه رو به ثمر می رسوندن. در واقع کسی کنار محمد رضا شاه نمونده بود، خودش کرده بود، هر کسی رو که چیزی بلد بود از دور خودش جدا کرده بود.
نه این نبود آقای سربی، والا بوده تا اینجایی که ما میشنیمیم، بلکه کسی که بیاد دو تا حزب داشته باشه، سه تا حزب داشته باشه، اونا هم بکنه یه حزب، بعدم آقای منوچهر گنجی دکتر مملکت ما وزیر آموزش پرورش بیاد بگه که این حزب با حزبای دیگه تو کشورها تک حزبی فرق میکنه، این حزب رئیسش پادشاهه. اصلا این مزخرف‌ترین حرفی بود که یک آدم باسواد میتونه بگه. بعد شما میگی الیت اخته شده بود، من خواستم بگم ختنه، کی اختشون کرده بود؟ یه حکومت 57 ساله پهلوی رضا شاه سالهای اول چرا موفق بود؟ برای که افراد باسواد رو با دانش رو کارکن یعنی کاردان رو جمع کرد موفق بود، همچنین که وحشت افتاد به جونش، گفت حالا اینا که کاردانن باسوادن ممکنه سر منو بکنن زیر آب، در صورتی که نمیدونه آدمای باسواد و کاردان فکر این نیستن که دیگران را از بین ببرن، فکر این هستن که با کمک دیگران بالاتر برن. اینا از ترسشون، حالا شما اسمش رو میخواین نذاری دیکتاتور نذار، ولی اولا کلمه دیکتاتور کلمه بدی نیست، دیکته کردنه. من ممکنه به شما یه چیزی بگم بنویسید دیکته خوبی باشه، ممکن حالا این دیگه طی زمان معنیش این شده که من اگه بگم دیکتاتور، آقا توی فلسفه من توی لغتنامه من این دوستان دیکتاتور بودن. مثلا شما میگی آقای محمد رضا شاه 32 از ترسش دیگه حکومت رو گرفت دستش، یه دفعه جمپ میکنی 10 years میری رو 42. آقا تو 10 سال یه مملکت رو میشه ساخت، تو 10 سال مردم رو میشه عوض کرد، تو 6 ماه با برنامه‌های تلویزیونی شما من عزیز من قربونت برم اشتباه می‌کنی، یعنی که در 10 سال میشه یه مملکت ساخت؟ شبا برنامه بذارن از این رادیو تلویزیونی که سیستمی که به وجود اومده بود مردم آموزش بدن، ندادن، به جاش امول ساین چی بود برای ما آوردن، گولی ساین گندم. آقای سردی عزیز لطفاً سر پیاده شید با هم بدید. چشم، من پیاده، من نشستم دیگه شما صحبت کن بفرمایید. ببینید عزیز من، اولا در بین 32 تا 42 که یک حکومت اقلیت بود در اکثریت، یعنی بخشی از الیت جامعه با دربار همکاری داشتند و یه نیمه به اصطلاح دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت بود، و 42 به بعد تبدیل شد به حکومت فردی. این همه این چیزهایی که تو ایران اتفاق میفته، اولا در کشوری مثل ایران رو نه در 10 سال، در 50 سال هم نمیشه ساخت با بدون امکانات مادی. اون موقع مادیاتی در کار نبود، که نفت بعداً مطرح شد. ما یه مسئله فرهنگی بزرگی داریم که خود اون مسئله باعث دامن زدن به حکومت فردی یا دیکتاتوری میشه. اصلا چه وجود داشته باشه دیکتاتور چه نباشه، ما خودمون پیدا میکنیم و میسازیمش. اینم ریشه داره در دو چیز، یکی این که ما در طول تاریخ مرتب اقوام وحشی اومدن کشورمون رو تسخیر کردن، ملت ما به طور فرهنگی سازش با قدرتمندان رو آموختن، یعنی یه جوری چیز شده براشون، ملکه ذهنشون شده که کرنش کنن در مقابل اون کسی که مسلط شده بهشون. آخه زورشون نمیرسه، شما وقتی زورت نمیرسه چی کار میکنی؟ یا باید از بین بری یا باید باشون بسازی، یا باید یه جوری سازش بکنی. این زمینه فرهنگیش بوده. یه زمینه دیگر هم داره که شیعه‌گری باعث اون شده. در شیعه‌گری هویت فردی انسان لگدمال میشه، یعنی انسان هویت نداره، شخصیت نداره، یه امامی در اون بالا هست که همه چیز در اون تبلور پیدا میکنه، حالا یا میخواد آخونده باشه یا میخواد خود امامه باشه. و فرهنگ انتظار، فرهنگ عرض کنم به خدمت منتظر به اصطلاح منجی بودن، این فرهنگ که تو قضا و قدر رو بپذیری، و ده ها آموزه غلط در شیعه گری هم دامن زده به این روحیه در ایرانی ها، و ما رو تبدیل کرده به آدم هایی که دیکتاتور ساز شدیم. الان هم توی بعد از 37 سال تجربه جمهوری اسلامی و زندگی در کشورهای متمدن غربی، هنوز بسیاری دنبال رهبر میگردن، هنوز کسانی دنبال یک کسی میگردن که بیفته جلو و اینها گلوار دنبالش را بیفتن، و این غلطه، این آینده پشت این نیست. من واقعا این موضوع داره آزارم میده، این شرایط موجود هم ناشی از این روحیه است، ناشی از این نگرشه. ما باید مسئول
مسئولیت پیدا کنیم. آقای صحبی، ما انسان ها در جمع باید مسئولیت حس بکنیم نسبت به این کره‌ای که داریم روش زندگی میکنیم به طور عام، و کشوری که از اون کشور در اون کشور زاده شدیم باید احساس مسئولیت کنیم، باید به خاطرش عمل کنیم، حرف بزنیم، تلاش بکنیم تا یه چیزی اتفاق بیفته. بعد این روحیه دنبال رهبر را افتادن ما رو به جایی نخواهد رسوند. آقای سردی، من داشتم اشاره میکردم به این به اصطلاح شکلگیری تفکر ماتریالیستی در اروپا. اجازه بدید برای اینکه فضا عوض بشه یه اشاره به اون بکنم که خیلی به اصطلاح لازمه، کمک میکنه به ما. بفرم. این تفکر ماتریالیستی در طول 500-600 سال، شاید بتونم بگم در واقع از در طول یه زمانی در حد 800 سال در اروپا سابقه داره. اولین کسی که به این تفکر اشاره کرد راجر بیکن بود که من گفتم قبلا که ایشون سال 1200 میلادی بعد از اینکه اون جنگ های صلیبی دوم شکست میخورن مسیحیون، خب ایشون و یه عده دیگه اعتراض کردن به کلیسا که آقا شما میگید که بند نافتون به آسمون وصله، پس چرا شکست خوردید در این جنگ؟ چرا اون خدا به شما کمک نکرد؟ و بعدم اشاره میکردن به اون انحراف و اون فسادی که در کلیسا وجود داشت و اینا به هر حال نفرین هم شدند و خیلی بهای سنگینی هم پرداخت کردن. موضوع ادامه پیدا کرد تا یه شخص دیگری با همون فامیلی به نام فرانسیس بیکن در قرن 17 بود که ایشون شروع کرد توجه دیگران رو جلب کردن به اینکه به ماده توجه بکنند و نگاه بکنند با استفاده از حواس پنجگانه شون به این دنیا توجه بکنند و در واقع یک مبارزه ای رو آغاز بکنند که با روحیه شک کردن شروع میشه این مبارزه. ببینید این اتفاق در 500 سال پیش در اروپا، یک فیلسوفی داره اینطور با مردم صحبت میکنه که بابا شک بکنید و از حواستون استفاده کنید و به این نگاه بکنید و تجزیه تحلیل کنید اون چیزی رو که میبینید. و ایشون مثلا اون موقع میگفتش که ما اگر ما بتونیم آهن یا فولاد تولید بکنیم، این خیلی مهمتره تا اینکه طلا دنبال جمع کردن طلا باشیم. وقتی آهن و فولاد داشته باشیم خود به خود طلا رو هم به دست میاریم. یا مثلا ایشون بود که میگفتش که این روحیه کلیساست که شاگرد باید تبعیت محض بکنه از استادش و این روحیه رو باید شکست. آقای سعیدی، تو تعریف ماتریالیسم من از شما یاد گرفتم که ما باید به عوامل مادی بیشتر از عوامل معنوی توجه کنیم، درسته؟ بله آقای سلجه، همینطوره. یعنی اصولا ما نمیتونیم جز این فکر کنیم. حتی اون کسی که میاد ادعای پیامبری میکنه، اون کسی که آخونده، اون هم به دنبال مطامع مادی خودش این دکان رو باز میکنه و این دکان باز کردن ها شکل‌های مختلف داره. همه انسان ها دنبال جاه طلبی ها و مطامع مادی خودشون هستن، ضمن این که به قول احسان طبری در یه پاراگرافی تحت عنوان روند تکوین نفسانیات انسان اشاره میکنه که انسان در روند رشد فکری خودش در سنین قبل از بلوغ به سر میبره الان و هنوز مونده تا بالغ بشه. این جنبش سوسیالیستی و سوسیال دموکراسی در واقع جرقه‌های ظهور این بلوغه. انسان داره در مقابل قانونمندی ماتریالیستی که بر این جهان نظارت میکنه و این جهان رو راه میبره، در مقابل قانونمندی طبیعت داره اظهار وجود میکنه به خاطر داشتن من و میخواد وارد بازی بشه، میخواد امور رو سامان بده. پس باز اجازه بدید من برگردم به این چگونگی شکل گرفتن این تفکر ماتریالیستی. بعد از فرانسیس بیکن
من تو اون برنامه هایی که با آقای بهکام داشتم اشاره کردم به دو سه نفر دیگه که سعی میکنم اونها رو الان خدمتون بگم. خب در دوران به اصطلاح انقلاب صنعتی ولتر تأکید روی کار و فعالیت میکردش، در واقع میبینیم که فلاسفه اروپا دارن خوراک میدن به مردم اروپا، انگیزه میدن به اونها، یه جوری اونها رو تحریک میکنن. و کانت مثلا توی اون به اصطلاح کتاب رساله صلح پایدار میگه که تنازع یا تضاد لازمه پیشرفته، یعنی جنگ و درگیری و تضاد لازمه پیشرفت هستش. ایشون میگه که درسته که به اصطلاح در انسان روحیه‌ای هست برای یگانگی و اتفاق و اتحاد و به اصطلاح مسائل اخلاقی، درسته که این هست، ولی باید از اون روح رقابت، اون روح انفرادی که انسان رو به رقابت کردن و به خودخواهی میکشونه و میل فردی انسان به تملک، باید از اون روحیه رو سپاسگزار باشیم. و اصولا طبیعت این برنامه رو ریخته تا انسان ناگزیر بشه استعدادهای خودش رو به کار ببره و به این وسیله پیشرفت بکنه. در واقع ایشون داره هم به ماتریالیسم اشاره میکنه، هم در ابتدا میگه که ما انسان هستیم و باید یه فکر اصولی بکنیم، اساسی بکنیم برای نظم دادن به جامعه آینده خودمون. در بعد یه کسی دیگری که خیلی نظر منو جلب کرد نیچه بود. نیچه توی اصطلاح یک جایی میگه که اون چیزی که اسمش زندگیه همین جنگ و ستیزه، جنگ کردن و رقابت کردن این زندگیه، و میگه که به جای این که دنبال نیکی بریم بهتره بریم توانا بشیم، اگه توانا بشیم بهتر از اینه که تا بریم نیک بشیم، خوب بشیم. به جای این که متواضع باشیم بهتر غرور داشته باشیم، به جای این که نودوستی داشته باشیم بهتر تدبیر داشته باشیم. و نهایتا میگه اون چیزی که اختلافات رو میتونه از بین ببره و فیصله بده عدالت نیستش، قدرته. ببینید این ذهنیت در اروپا تئوریسین های خاص خودش داشته. اروپایی ها وارد یه جنگ جدی بودند با هم، رقابت جدی داشتند، و در اوج این رقابت یه سری آدم هایی بودند که تعارف رو کنار گذاشتند و سعی کردن این روحیه رو تقویت کنن در بین مردم و اونها رو به تلاش بیشتر تحریک بکنند. البته در این گفته ها بحث های زیادی میشه کرد و میشه اونها رو شکافت، تناقض هم ممکنه درشون باشه، ولی منظورم اینه که ماتریالیسم، این بشریت قبل از اینکه به طور فلسفی با ماتریالیسم آشنا بشه عملا بر اساس ماتریالیسم عمل میکرده و عمل میکنه، و من امیدوارم در آینده بشریت به اون رشد و بلوغ فکری برسه که مسئولیت های خودش رو بشناسه. و معتقد هستم سوسیال دموکراسی راه نجات بشریت و راهیه که کمک میکنه به تا اینکه سرمایه‌داری جهانی که اون هم جهانبینی خاص خودش رو به اسم لیبرالیسم داره هر چه بیشتر متمایل بشه به سمت این قضیه که همه آحاد انسانی رو، همه انسانها رو در روی این کره ببینه و نه مرزهای خودش رو. چون این روزها ما باید باور بکنیم که گلوبالیسم یه مسئله جدیه، ما داریم به سمت جامعه جهانی پیش میریم و ناگزیر هستیم گلوبالیسم رو در آینده ببینیم. و امیدوار هستم ملت‌هایی که خب زودتر جذب این سیستم حکومت جهانی میشن میتونن سهم کمتری رو برای خودشون بگیرن. امیدوارم که ما ملت ایران
در تحولات اجتماعی خودمون برسیم به یه جایی که از این بحران عبور بکنیم و بتونیم از آخرین ملت‌هایی باشیم که به جامعه جهانی، حکومت جهانی می‌پیوندیم. چون هر چقدر یک کشور دیرتر به این گلوبالیسم بپیونده، به این حکومت جهانی ملحق بشه، میتونه امتیازات بیشتری برای خودش بگیره. عقیده من اینطوری هستش. ولی به هر حال نمیشه جلوی گلوبالیسم رو گرفت. چون چرا اینجوری هست؟ اگه دیرتر بیاد، چون تجربه داره، میدونه اونای دیگه که مثلا کمتر گرفتن این بیشتر کسب کنه، اینجوری میشه؟ بله، در واقع کشورهایی که اون استقلال ملی خودشون و اون توان اقتصادی خودشون رو بالا نگه دارن و بتونن استقلال خودشون رو در مقابل این حرکت جهانی حفظ بکنن، خب معنیش اینه که میتونن در روز زمانی که به این حرکت میپیوندن امتیازات بیشتری برای خودشون بگیرن. این حرکت هم در واقع منظورم از امتیازات یعنی این که نقش بیشتری در اون حکومت جهانی داشته باشن، افراد بیشتری رو به اون تشکیلات سازماندهی که برای این حکومت جهانی پیش بینی میشه، در حال برای اون حکومت جهانی باید یک ارگانیزیشن هایی درست بشه در آینده و هر کشوری اشخاصی رو به این ارگانیزیشن هایی که تشکیل میشه بفرسته و نقشی رو ایفا بکنه در اون حکومت جهانی. منظورم این هست. و آقا طبق معمول ما به آخر برنامه داریم میرسیم، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نیست و اگر صحبتی هست که حتما به اصطلاح باید اونو بگید. ضمناً اجازه بدید من از دوستانی که روی فیسبوک برنامه ها رو میبینن یا دوستانی که در آخرهای برنامه با ما پیوستن بگم، خواهش کنم که روی فیسبوک این ویدیو میمونه و از همین بعد از برنامه میتونید نگاه کنید. حسن فیسبوک اینه که میتونید مثل ویدیو در خونتون عقب جلوش کنید. یکی دو ساعت دیگه ویدیوی آقای سعیدی هم جدا روی یوتیوب گذاشته میشه و با نوشتن اسم ایشون اون ویدیو رو هم میتونید ببینید. بازم ممنونم از شما. بفرمایید آقای سعیدی. بله، من دیگه عرضی ندارم. من تشکر میکنم و امیدوارم که زمانی دیگر حرفی برای گفتن داشته باشم و از شما وقت بخرم به قول معروف. بسیار ممنونم از شما. همینجوری که شما گفتید، دوستان دیگه شما هم میتونید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم. بارها ما گفتیم تلویزیون مردم یک ماشینه، من یک راننده هستم و شما باید اقلن پول بنزینشو بدید تا به مقصد برسید. ممنونم آقای سعیدی این کار رو کرده و بیشتر از پول بنزینم داده، برای من تو رال نهار و کافی هم خریده. از این بابت ازش ممنونم. آقای سعیدی خیلی ممنون. برنامه رو نگاه کن، اگر ایرادی اشکالی بود یا چیزی احتیاج به تصحیح داشت به من بگو و از امروز هم مینویسم نگاهی دیگر با سعیدی. ممنون. روز روزگارت خوش. مرسی. دوستان عزیز، با آقای سعیدی بودیم. ایشون متریالیست هستن و امروز صحبت کردن درباره اسم‌های مختلف و نظر ایشون این هست: ما هر کدام آزاد هستیم نظر خودمون رو داشته باشیم، تا جایی که به دیگران نخواهیم این نظرها رو تحمیل کنیم. به نظر من خوبه، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. و باز ایشون خیلی قشنگ توضیح داد، شما میتونید عضو یک خانواده باشید ولی با هم مخالف باشید. من خودم وقتی تغییر کردم و گفتم دیگه دنبال روی سلطنت و پادشاهی نیستم، پدر من این رو قبول نداشت. تا روزی هم که فوت کرد ایشون همش هم اینو میگفت که آقای شاه، درست همین حرفی که آقای سعیدی میزنه، آقای شاه شخص مهربانی بوده، وطن دوستی بوده، نمیخواسته از دماغ کسی خون بیاد. من میگفتم نه، ایشون رهبر ترسوی بوده و شما مردم هستید که باید قضاوت کنید. پدر من درست گفته، آقای سعیدی درست گفته، اونا فعلا دو به یکن، یا من درست میگم. ممنون و متشکر از شما. برنامه رو پی میگیریم با برنامه آقای حسن ارشاد از ایران و همون جوری که میبینید هر کسی با هر عقیده‌ای با هر مرامی میتونه در تلویزیون مردم برنامه داشته باشه. روز روزگار و شما دوستان خوب و خوش. آخر هفته خوبی براتون آرزو دارم.